بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقات بهتری داشته باشیم. برنامه امروز رو شروع میکنیم. امروز دوشنبه 28 تیر ماه 1395، بله یک ماه از تابستان گذشت. و تعجب نکنید اگر در این قسمت برنامه زنده CNN رو میبینید، کیبل نتورک نیوز، ایرانی ها خیلی هاشون دیدم یا شنیدم به اشتباه میگن CNN. CNN یه فروشگاهی بود در آلمان که اونجا میگفتن سوندا. در صورت این CNN هست و دلیلی که گذاشتیم همین الان، یعنی از ساعت 1 برنامه زنده کانونشن، یعنی گرد همایی، مثل همین کارنوالی که مجاهدین راه میندازن کلی پول خرج میکنن، حقیقتا این ماجرای کانونشن الان ریپابلیکن هاست، بعد هفته آینده دموکرات ها در فیلادلفیا، اینا الان در اوهایو کلیولند، یه نمایشی بیش نیست و خب برای اون شهر و برای اون ایالت خوبه، پول در میارن، پول میسازن، از این لحاظ خوشحالن، ولی حقیقتش اینه که یه جاییه که میان یه مش دروغ میگن و یه مش شادی میکنن و یه مشتی وسائل نمیدونم تبلیغ مثل بادکنک و از این چیزا میریزن این ورانور رو میگذره میره. بعد هر کسی حالا رئیس جمهور شد میاد و همه میدونن اینها به این صحبتایی که میکنن وفادار نبوده، نیستن و نخواهند بود. امیدواریم که تغییر ایجاد بشه در دنیا، کلا در سیستم دنیا، تا اینا وقتی یه حرف میزنن مسئول باشن که اون حرف رو اجرا کنن. چرا جمعه آمده اول مرداد؟ ببخشید اون یکی هم شده 28، نه بابا هنوز اول مرداد نشده، جولای 8 تی، ببخشید 18 جولای، جولای 18 هست و 28 تیر ماه. ممنونم از علی دوست خوبم که الان چند سال هست این تاریخ ها رو درست اول روز دوشنبه یا آخر وقت یکشنبه برای ما ارسال کنه. از این بابت ممنون و متشکرم. خب و اما نمیدونم شما اگر این برنامه رو روی صفحه کامپیوتر ببینید، مخصوصا تو اون قسمت کوچیک این پشت سر ما یا این بغل بغل دست ما چیزی پیدا میشه یا نه، ولی داریم امتحان میکنیم. و یکی از دوستان گفتم به نام پرویز اون روز پیشنهاد داده بود که خب یه نفر دیگر از یه جایی برنامه داشته باشه، ولی متاسفانه بیشتر این دوستان جنبه پیشنهاد و جنبه فقط حرفی زده باشن هست و هیچ کدومشون اون حالت عمل رو ندارم. حالا میدونم حتما آقای سعیدی میگه بابا من که عمل میکنم. آقای سعیدی لطف کرده، تماس گرفته، شما تلفن داده، ایمیل داده و من نمیدونم این چه عادت بدی هست که ما ایرانی ها وقتی زنگ میزنیم، پیام میذاریم، یه جایی میدونیم که طرف خودش پیام رو میگیره، نمیگیم چه کار داریم، نمیگیم که یه زنگی به من بزن. مثلا آقای سعیدی به من میگه که یه چند دقیقه قبل از برنامه یه زنگی به من بزن. اولا آقای سعیدی شما اگه امروز برنامه میخوای باید از قبل ردیف کنیم تا بدونیم مثلا مثل چهارشنبه ها که ساعت 3 بعد از ظهر آقای یزدان خدا بنده لو هست، شما دوشنبه ها ساعت 3 باشین که من مهمان مخصوصی که امروز دارم براتون و حالت سورپرایز و مژده هست رو وقتی باهاش صحبت میکنم بدونم که آقای سعیدی ساعت 2-3 دوشنبه است، به ایشون بگم جمعه. در صورت شما دو تا حق انتخاب دارید آقای سعیدی، یا جمعه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ما که میشه 12 ظهر شما، چون شما در ایالت واشنگتن اون ور هستید، اون ایالت واشنگتنه، این دیستریکت آف کولومبیا یا واشنگتن دی سی هست که هیچ معنیش هم ما نفهمیدیم. خب دوست خوبمون آقای پیشرو، امیدواریم که همیشه پیشرو باشی، یا صفحه تیوی هست پشت سر شما، ممنونم. ولی قابل دیدن هم هست یا نه؟ شاید شما واردی صفحه
کامپیوتر رو بزرگ کردید که اون ویدیو باشه. در اصل ما گفتیم اینو بذاریم اگه یه وقت خبری شد، کشت و کشتاری شد، مثلا روز جمعه که من برنامه داشتم همون موقع کودتای ترکیه در جریان بوده، ضمن این که حالا من نمیدونم انقدر من به اصطلاح بتونم متمرکز کنم رو چند تا برنامه مختلف که اگه یه چیزی اینجا نوشت بگم براتون. یه اشکال دیگه که وجود داره، الان همه خبرها رو به صورت بریکینگ نیوز تو ایران گفتیم فوق العاده شاه رفت، خمینی آمد، ملت بدبخت شدن و همین برنامه ها. اینجا همه چی رو همین نیست بریکینگ نیوز دیگه، معنای بریکینگ نیوز یا خبر فوق العاده رو یا وارنینگ چی بهش میگن، اخطار، هشدار، اینا رو از بین بردن. در اصل اگر شما کسی هستید که مایل هستید در برنامه ها شرکت کنید به عنوان، نمیخوام بگم دستیار، به عنوان مجری دوم که اینجا هم لازم نیست باشید، میتونید از هر جای دنیا، لازم هم نیست با ویدیو باشید، میتونید با تلفن، با اسکایپ بدون تصویر باشید و اینها. و این کار رو تلویزیون رنگارنگ به خوبی انجام داد. اون آقا پرویزی بود، نمیدونم از کجا چیزی که هست، داورم خب اعصابش خیلی چیز نیست، دوستان رو نگه نمیداره، اونم مثل منه. امروز آقا منوچهری بود کرده از باستون برای من یک نامه ای فرستاده و یک پول نو رو هم گذاشته با عکس همیلتون، $10. این $10 به این نوعی رو کجا در آوردی؟ من فکر کردم خودت چاپ کردی، حالا باید یه امتحانش کنیم بینه پولدامی نباشه. در صورت ممنونم. من چجا اون قسمت رو من متوجه نشدم که شما زود عذرخواهی کردی، مثل که دلخوری از من. اگه دلخوری خب ببخش، اگرم نه من متوجه نشدم حقیقتش که چی نوشتی. ولی ماه آینده چیه؟ یعنی الان 12 روز و 6 هم 3 هفته دیگه میام رود آیلند، هم دوستان رو ببینیم، هم یک کاری داریم بهش میگن ویدیو اسایمنت، یعنی چی میگن، یک فارسی از یادمون رفت، انگلیسی و آلمانی هم یاد نگرفتیم، چی شد. خلاصه شاید بستونم آمدم و من معمولا مزاحم دوستان نمیشم، همیشه باور دارم هتل مال مهمان، مال مسافره، مسافرم مال هتل. حالا که صحبت تشکر هست، اجازه بدید از هوشنگ عزیزم تشکر کنم. هوشنگ یه نامه ای نوشته، خیلی ممنون هوشنگ جان، نوشته که سوری عزیز، با تشکر از آن چه که از تو یاد گرفتم، ای کاش میفهمیدم که چقدر نمیفهمم. همین اول من از شما ممنونم که شما میگی چیزی یاد گرفتی، خیلی خوشحالم، این باعث دلگرمی من میشه که دوباره بیام. نامت رسید، ممنونم. اون اسکناس شما هم رسید، اسکناس شما هم خیلی نو و جالب بود. در اصل این اسکناس کمیلتون بود، اون یکی جورج پرانسین بود. میدونید که اینجا کم ارزشترین پولشون رو گذاشتن برای واشنگتن. دلیلش اینه که درست میگم، دلیلش اینه که به اون ارزش بیشتری بدن، چون این پول بیشتر در دست مردم میچرخه. و این هم از این ماجرا، همینجوری که دارید تو این برنامه میبینید ساعتم مینویسه، ساعت 2:08 است الان اینجا 2:09، اونجا 2:08. من داشتم میدونید مثلا 5 ثانیه ساعت کامپیوتر ما جلو باشه، این یه دقیقه اونجا تفاوت پیدا میشه. در صورت آقای پدرام تنازی هم آمد، این پدرام تنازی هم مثل امام زمانه، هی قیب میشه، هی میره تو چاه، هی میاد بیرون. خب پدرام قرار بود برنامه بذاره، پرویز قرار بود برنامه بذاره، اشتون قرار بود برنامه بذاره. آقا ما همه بعد قول، اصلا رو قول دیگران نمیشه حساب کرد. گفت اگر به انتظار شام همسایه بشینی، تا صبح از گرسنگی دلت مالش میره. خب دوشنبه 18 جولای 2016 اگه در اول برنامه تاریخ اشتباه بود از کنه عوض میخوام، کشتار مردم بیگناهی که رفته بودن برای یه وکیشنی بعد از یه سال کار، خیلی از اینا پول قرض میکنن، بلند میشن میرن تعطیلات که برگردن کار کنن اون پول رو پس بده. حالا این بیچاره ها رو یک احمقی را افتاده با کامیون 80 خوردش رو کشت، 200-300 نفر زخمی کرد، بعضی جنازه ها، یکی از جنازه ها هنوز
پدر مادرش پیدا نشده، میگن به احتمال زیاد پدر مادر جز اونایی که زخمی بودن. اصلا ببینید چه چیزی تو دنیا درست کرده. هنوز این خبر به اصطلاح سرد نشده بود، ماجرای کودتای ترکیه آمد که در این مورد هم صحبت میکنیم، که به جوک نوشته بودن این مرده گفته آقا من خودم رو کشتم، 84 نفرم کشتم که فقط چند ساعت روی خبرها باشم و بی انصافیه. هنوز اون خبر ترکیه و برگشتن آقای اردوغان به قدرت و اینها که حالا شایعاتی هست که از خود این کودتا رو خودش راه انداخته که مخالفین رو شناسایی کنه، و میدونید همیشه توی سیاست این ماجرای شایعه نقش بزرگی رو داره. ولی چیزی که برای من جالبه وجود چند تا سواکی پیر و بازنشسته است که اینها به احتمال زیاد هنوزم از دولت ایران هم حقوق میگیرن، حقوقات بازنشستگی سواک شاهنشاهی و حقوقای تبرچینی و کمک به آخوندها در این رژیم، ولی اینا از رو نمیرن. خب وقتی آقای ایرج مصداقی میره با این سواکی صحبت میکنه، وقتی وایس آف امریکا میره با آقای تعویض ثابت صحبت میکنه، یه احمقی هم مثل این امید دانا یا نادان میره اون آقای نمیدونم کی فراستی کی میاره. و من دیروز نوشتم که بابا شماها وقتی جوان بودی تمام دستگاه‌های پیشرفته اون زمان رو داشتید، نتونستید جلو دماغتون رو ببینید چه اتفاقی میفته. حالا نشستید توی این اتاقا خبرها رو بعد از 3 روز 4 روز که دیگران، حاضر من که پیرم و همسن خود شما هستن یا یکم جوان‌ترم، زودتر میگیرم و خبرها رو شما میان همه این برای اون تفسیر کنید، اما نخواستید برید دنبال کارتون. ولی همچین که به اینا یک کلمه حرف میزنید، یه سری نادان شاه اللهی میان و همون ماجرای نمک خوردن و نمکدان شکستن و گفتم آقا کدوم نمکدان؟ شاه نمک رو خورد، نمکدان رو هم دزدید و برد. این آخوندان همین کاری دارن میکنن، اینقدر این نمک و نمکدون در نیارین. یادم من اولین باری که یک کارگر آمریکایی استخدام کردم، تولدش بود و وقتی خواستیم بریم تولدش رو به اصطلاح جشن بگیریم، گفت که یه رستورانی هست اینجا بهش میگن بودر، خانم ها لخت و پکی نمیان ولی لباسی که میپوشن خیلی به اصطلاح بحث برانگیزه، و حتی اینا تو موقع استخدامشون هم نگاه میکنن که مثلا سینهش اینجوری باشه، باسنش اونجوری باشه و اینها. و من اونجا یاد گرفتم که اینها وقتی روز تولدشونه میرن روی میز میرفتن و یه نمکدون و فلفلدون میگیرن دستشون، هی اینجوری میکنن. آقا این همه رقصیدید 57 سال شاه پدرش، حالا 37 سال آخوندان رقصیدید، رقص نمک فلفل برای ما اجرا کردید، گورتون رو گم کنید، برید حقوقاتون رو بگیرید، خوش باشید. در هر صورت یک آقایی بود، حالا من اگر عکسش رو بتونم اینجا پیدا کنم یا صفحهش رو پیدا کنم بهتون نشون میدم، و میگم اینا مثل یک گنگ عمل میکنن، مثل اون ساواکی که مثلا خودش اگه ساواکی بود فامیلاشن برای که از بقالیه چیز مجانی بگیره، از نمیدونم قصابیه گوشت مجانی بگیره، این آگهیار هم که میبینید هیچ کاری با ما نداره. اینا رو روی یوتیوب اتفاقا متوجه شدم که بیشتر آگهی میذاره وقتی که برنامه CNN رو دارید زنده نگاه میکنید. اصلا من ممکنه بتونم CNN از طریق سیستم خودمون برایزون و اینها بگیرم و اون ممکنه انقدر تبلیغ نداشته باشه و اون عین همون برنامه رو اصلا بدون تبلیغ نمیشه. اینا کلا گذاشتن سر مردم، اینا اول آمدن گفتن آقا اگه تبلیغ ما تلویزیون خسته هستید بیان کیبل بگیرید و ما تبلیغ نمیدیم، همون پولی که تبلیغ پخش نمی کنیم، همون پولی که شما میدید خرج ما رو در میاره. بعد هم پول رو گرفتن، هم تبلیغ نشون دادن، هم تبلیغ ها رو بیشتر کردن، جوریه که الان نزدیک به تقریبا 15 دقیقه از 1 ساعت رو شما تبلیغ میبینید. خب الان ببینید چند تا تبلیغ، و دیدم بعضی وقتا دیگه تکرار تبلیغ ها هست که یه بخش 2 بار 3 بار تبلیغ یه مسئله رو انجام میده. من حالا این آقا که چه ارز کنم، حالا داشتم اینو میگفتم، اینا مثل مرشد و بچه مرشد یه عده‌ای هستن که مثلا این آقای نادر، بذارید من ببینم عکسشو بتونم اینجا براتون بیارم و کمرای 3 رو بهتون نشون بدم و اینجا
کامرای سه. بله آقای به نام نادر گرامیان، فامیلی گرامیان اگه اشتباه نکنم تو ایران معروف بود، تو شیراز هم فکر کنم داشتیم، حالا یا گرامی بود یا گرامیان، مهم نیست، در هر صورت این آقا برداشته برای من نوشته. من نوشتم که بابا دوستان سالاتی وقتی که جوان بودن به همه رفتار رو داشتم، نفهمیدم که در ایران چه میشود. حالا که پیر و بازنشسته شدن، از خبرهای اینترنت که سه روز قبل من و شما خواندیم، اینها تفسیرهای آبدوخیاری میکنن. ای کاش این دوستان با افتخار کنار میرفتن و کاری به کار مردم ایران و دنیا نداشتن. آقای نادر گرامیان چون میدونست که دقیقاً این آقای فراستی عقب افتاده هست و هندیکپ هست و سفیه هست و احتیاج به ولایت فقیه داره، برداشت به طرفداری اوشتون نمیشته که سور بیجرم شما که هنوز کنار نرفته اید، دارید چه برای این مردم قهرمان میکنید؟ بگویید شاید به جای آبدوخیار بیاییم سر صفحه شما. اولا خیلی خوشحالم که این نشون میده که اینها منتظرن یه جایی یکی پخش کنن، اینها برن سر سفره جدید و حتی به یار و به صاحبی که الان مون جلوشون میندازه اینها وفادار نیستن. این یک. دوم، این ماجرایی که شما کنار رفته اید، احمق جون شما اگه فارسی هم بلد باشی، من کاری نبودم که کنار برم. چرا؟ بنده بدون حقوق سرباز وظیفه بودم، توی نیروی ویژه هوابرد مأمور حکومت نظامی بودم. وقتی که شاه ترسو، شاه دوز، شاه بیسواد شما در رفت و حکومت رو دو دستی داد به این آخوندهای دوز، اگه میخوای بدونی من کجا بودم، زندن شما که اینجا مینسی مردم قهرمان، همون لیست رو برو بخون که همین خود شما پوفیوزا به این مردمان گفتید که ناشایسته و نمک نشناس. پس شما دروغگو هستید. افراد ساواک اگر دروغگو نبودن، شاه و مملکت رو به این روز نمینداختن. اینم وبسایت یا فیسبوک آقا که چه عرض کنم، این اولاغ خدمتکار نادر گرامیان، که اینا هیچ کنونشون حاضر نیستن بیان صحبت کنن، چون درست مثل شاه کم سواد، بی سواد و فقط بلدن تظاهر کنن و دروغ بگن. اینم از این ماجرا. کشتار مردم برنیست، خود شما خبرها رو دنبال میکنید بهتر از من. کودتا در ترکیه و شایعات اطراف اون، و اما کشتار پلیس در آمریکا به خاطر کشتاری که چند مدت پیش، یعنی دو سه هفته پیش، اینقدر کشتار زیاد میشه که آدم فکر کنه این پارسال بوده. دو سه هفته پیش در باتون روژ، این کلمه باتون همون یعنی کلمه چوب، استیک، روژ هم که همون وقتی میگفتیم روژ لب غلط بود، یعنی روژ یعنی قرمز به زبان فرانسه. در اصل این یه منطقه هست توی آمریکا که همون اسم فرانسوی رو نگه داشته، یه منطقه‌ایه که سیاه‌پوست نسبتاً زیاد داره، ولی مردم یه جای توریستی میرن اونجا، خوش میگذرونن، مشروب میخورن اینها، ولی هر مصیبتی هم میاد اونجا یه بهره ازش دارن و دولت خیلی بهشون رسیدگی نمیکنه. دو سه هفته پیش اونجا دو تا پلیس یه مرد سیاه‌پوست رو که زیر دست و پای اینا بود از نزدیک شلیک کردن و کشتن. اونجا باعث شد این جنبشی که میگه زندگی سیاه‌پوستان ارزش داره و توجه کنید به اصطلاح شدت و حدت پیدا کنه، و این یه سازمان نیست، یه جنبشه. تفاوت جنبش با سازمان اینه، سازمان مثل مجاهدین شما یا عضو هستید یا رهبر هستید یا هوادار هستید و سلسله مراتب داره. یه عده‌شون فقط تظاهر میکنن که هوادار هستن و هی میگن خاک تو سرمون، اینا خاک تو سری هستن. یه سری عضو هستن که میبینید بدبختا 30 سال در صحرا نمیدونن دنبال چی هستن، مثل قوم یهود که گم شده بود دنبال موسی 40 سال سرگردان در این صحراها، که الان رو نقشه نشون میدن، میگن هر نادانی میتونست این رو تو دو هفته پیدا کنه، از خورشید به اصطلاح صبح و شب، صبح روز از خورشید، شبم از قرار گرفتن ماه و اینها. ولی این آقای موسی که مهندسی بوده و آرشیتکتی بوده، این الان اینجا که دارید میبینید آقای اندرسون هست، اندرسون کوپر، و این خانم هم ملانیا ترامپ. ملانیا ترامپ
همسر بذار بهتون اینجوری هم نشون بدم که ببینید امکانات ما رو دست کم نگیرید. همسر دونالد ترامپ، همسرای این واقعا دیدید که میگن اینجا ماشینش مثلا خونهش اینا هم همینجوری هست. اینا رو تقریبا که چه عرض کنم حقیقتا اینا رو با پول با ثروت میخره و الهی خانم 30 و چند ساله 40 ساله نمیاد بشه زن یک مرد 70 ساله. اگر میگه من عاشق این شدم، یکی از بپرسه اگه این پول نداشت با این قیافه با این چک و پوزش تو عاشقش میشدی؟ دروغ میگن اینها. کسی که مدل بوده و تو عکسای لختیش و اینها هست، اینا عاشق شهرت و پول و اینها هستن و با دونالد ترامپ هم شهرت داشته هم پول داشته ازدواج کرده و دونالد ترامپ تا حالا 3 تا از اینا رو عوض کرده. مثل ماشین که کهنه میشه میگه اینا رو دیگه روغن سوزی افتاد یکی دیگه و الی آخر. کشتار پلیس بعد از اون ماجرایی که اون جنبش بلک لایف مادر رو نمیدونم ارزش قائل باشه اینها، یک شخصی که ارتشی هم بوده قبلا تو آمریکا و همین دیروز هم که با یکی دیگه 3 نفر کشت، اینم ارتشی بوده و وقتی میگیم که طرف به اصطلاح تو رشته توی قسمت ویژه بوده، اینها آدم های خیلی ازشون کار میکشن. اینا این بیچاره دیروزی که واقعا آدم باید به اینا بگیم بیچاره، چون کسی که روز تولد 29 سالگیش میره این لباس رو میپوشه و میره که کسی رو بکشه، آدم بیچاره ایه. زنش رو طلاق داده، مشکل داشته، یا اون احمقی که با ماشین کامیون رفت زد اینا رو، پسر عموش میگه اولا این اصلا مذهبی نبوده، این نماز یه دفعه هم تو عمرش نخونده، زنش و بچه هاش آزار اذیت میکرده، زنش طلاق داده، 3 تا بچه داره و بماند در صورت یه سری 5 تا پلیس توی دالاس کشته شد. تلویزیون ها و اینها دعوا هست، یه سری میگن آقا بالاخره مثل بیمار جمعه گفت که خب شما فکر میکردید تا کی میتونید هی مردم رو اینجوری بکشید؟ تلویزیون هم این روزا نشون میده مردم همه ویدیو دارن، دوربین دارن، عکاسی به اصطلاح با تلفنشون و این یکی به اصطلاح عصبی نشه و اونم بگه خب منم امروز میگم 4 تا رو میکشم. و این تا این حرف رو زد اونهای دیگه حمله کردن گفتن یعنی شما این کار تشویق میکنیم. میگه نه آقا من تشویق نمیکنم، بهتون میگم احمقا خودتون باید میفهمید که این کار رو انجام ندید. دوستانی که کلمه احمق رو تا حالا نشنیدن و از این تلویزیون فقط میفهمن، کلمه احمق معنیش احترامه. درست همونجوری که مجاهدین به افراد مجاهد و دنیا میخواد بگه که کلمه مرحوم یعنی احترام و میخواستن به آقای رجوی احترام بذارن گفتنش مرحوم، ما هم شما چون آدم های محترمی هستید اصلا توی خانوادتون توی محلتون توی مدرسه‌تون کلمه احمق رو نشنیدید، شاید هم چون احمق هستید نشنیدید. این کلمه احمق یعنی آدم های باهوش، آدم های با استعداد و آدم های محترم. اصلا ناراحت نشید، ما توی تلویزیون به هیچ وجه حرف بد نمیزنیم چون نمیخوایم شما ناراحت باشید. اتفاقا منوچه یه جمله که نوشته، منوچه جان من اصلا متوجه نشدم حقیقت، من فکر کردم چون تابستون هست شما رفتی مسافرت و خبری ازت نبود یکی 2 هفته. شما نوشتید که کمی رعایت افرادی که روی شما احساسی دارن بکنید. آقای صوبی سلام، مبلغ $10 برای ماجویا ارسال می‌دارم که زحمت رفتن به بانک هم نداشته باشید. از این بابت واقعا ممنون و متشکرم. نمیدانم چرا عجولانه برای مسئله‌ای که می‌دانید از شما معذرت خواستم که لازم نبود. چه گویم؟ برقرار باشید منوچه. خدا من متوجه نشدم منوچه جان. در هر صورت اینم از این بلم توضیح بده. من یه آدمی هستم احتیاج به توضیح دارم و توضیح بدی خوشحال میشم، ولی شما راست میگی. ما ایرانی ها هنوز هم آقا به بچه خوده به داداش خوده اگه یه چیزی رو به نظر درست میرسه شما بهش بگی بهش برمیخور. قبول داری؟ دیگه شما پدر هستی، منم پدر و پدر بزرگ هستم. قبول داریم که به عزیزترینمون اگه یه چیزی رو میگیم بهش برمیخور.
میگه آقا دوست عزیز اینجوری رانندگی نکن. میگه آقا من صبح تا شب همینجوری رانندگی میکنم. بعد 10 دقیقه بعد میگه آقا چهار بار امروز قرار بود از جاده برم چیز بود نزدیک بود از جاده برم بیرون، یعنی رفته بیرون چون تصادف نکرده برگشته فکر میکنه نزدیک بود از جاده بره بیرون، در حقیقت رفته بود بیرون. من نمیدونم، خوشحال میشم که شما تماس بگیری پیام بذاری من پیامتو پخش کنم بگی بابت چی آخه چندین مسئله پیش اومد عذرخواهی کردیم و من گفتم آدمای بزرگ عذرخواهی میکنن، حالا شما میگی که عذرخواهی نباید میکردن. خب عذرخواهی شما رو ما برمیگردونیم، حتی قرار یه نامه بنویسم آدرس تو نگه داشتم برات پست کنم عذرخواهی شما رو برگردونم. این کار رو من تا حالا نکردم، نمیدونم دیگه عذرخواهی رو برگردوندن چیه. یه دفعه میگه آقا من یه کار اشتباه کردم، اون میگه من عذر خواستم، اون میگه آقا عذر قبول شد، منم روی ماه تو میبوسم خدا نگهدار. ولی ما ایرانی ها چشش میگیم این نداره، برای که دوستیم. همین که شما احتمالا از من ناراحت ولی نشستی داری نگاه میکنی یعنی به من لطف داری، دوست هستی. دوستان این تصویری که اینجا میاد و عوض میشه آیا خوبه؟ به جای این که همیشه قیافه عبوس من رو این کلمه عبوس عباس اینا همه ناراحت اینجوری ببینید، یا یه نفر فقط نشسته باشه اینجوری صاف، یادم این آقای حسین سرشار اینجوری مینشست فقط نگاهی تو دوربین میکرد، فکر کنم چشمشم به هم نمیزد. یعنی میشد شما یه عکس ازش بگیری اون عکس رو بذاری رو صفحه، این آقا بره دستشویی بره خونه خرید کنه بیاد، شما متوجه نمیشدید که این آدمه یا عکس اینجوری. درسته این خوبه و این خوبه که اینم میبینید این پشت، یا شاید این عکس پشت خیلی شلوغ، این رو ساده تر کنیم برگردیم به اون استدیوی جهانی خودمون. خوبه اینجوری؟ این استدیو رو میلیون ها دلار پول دادن خرج کردن ما اینجا ساختیم. بذارید ببینید اشتون هم پیدا شد، این دوست ما اشتون، ما روزی که گفتیم به اصطلاح ماجرای پول و اینها ایشون گفت آره میفهمم، بعد حالا با هم صحبت کنیم، گفتن امروز وقت ندارم یه شنبه صحبت کنیم. یه شنبه نیومد، آقا دو روز سه روز من اسکایپ رو چک نکردم. خب اشکالی هم نداره، خود من اسکایپ رو تا روشن نکنم روی موبیلم و اینا نمیاد نوتیا. بعد که آمد با حالا میتونیم صحبت کنیم، گفتم نه عزیز من اون روز منتظر شما بودم شما نیومدی، شما مهمون من بودی، من برات کلو کباب خریدم نیومدی، سرد شده دادم به گربه و سگا خوردن رفته، من مهمونیمو دادم شما نیومدی به هر دلیلی. در اصل دوباره بیام، گفتم نه این دفعه اگه خواستی بیای باید چلو کبابم بخری بیای، که ایشونم رفت و خبری ازش نشد. اشکالی نداره، دوستان میان دوستان میرن، ما هستیم که اینجا باید صبور باشیم و تحمل کنیم. به قول این دوستمون منوچهر خان این عکس رو هم اینجوری نمیدونم چجوری باید تمام این کارها رو دوستان این پروگرام انجام میده. اگه شما در به اصطلاح پخش برنامه و اینها کاری میکنید میتونید این پروگرام رو داشته باشید و ببینم چرا یکی از اینها نور رو نباید نشون بده. خب آکه ببینیم چه میشه، شاید من کلیک کردم با مغز. در صورت دوستان آقای هوشنگ خان ترسو گفتم که نامه رو نوشته و نوشته شما از شما یاد میگیرم، خیلی ممنون متشکرم منوچهر از بوستون، ممنون متشکرم. و اما مهمان امروز ساعت 3 بعد از ظهر یعنی 31 دقیقه دیگه، این آقا یکی از اونایی بود که تو تلویزیونای ایرانی یونیک بود، نمونه بود. اولا دنبال این نبود که لهجهش رو عوض کنه، به اون لهجه محلی خودش استان خودش افتخار میکرد. دومن میومد و یه چیزی رو اگر میدید اشکال داره چی میگن اینجا پالیتیکلی کورکت نمیکرد، رعایت نمیکرد، رعایت دوست و قریب و اینها رو نمیکرد، میومد میگفت. چندین سازمان رو که از مردم ایران سوء استفاده کرده بودن ایشون به صراحت توی برنامه هاش معرفی کرد. اتفاقا در رابطه با یه سازمانی هم میخوام ازش سوال کنم، خودش با وجودی که 75 سالش هست دنبال این کار خیر رو گرفته میره میاد، وقتی هم برنامه تلویزیونی داشت ساعتها رانندگی میکرد تا بیاد اون برنامه رو با مدرک و سند اجرا کنه. الان دلیلی که امروز
12 ظهر به وقت کالیفرنیا، 3 بعد از ظهر وقت خودمون با ایشون تماس میگیرم. این که ازش سوال کنم که برنامه داره در تلویزیون نداره، ویدیو میتونه بسازه بفرسته برای ما پخش کنیم، اگه میخواد تلویزیون خودش رو من اصلا راه میندازم. دوستان اگه شما دیدید خوشتون اومد، یادتون اومد که ایشون کی هست، چه برنامه خوبی داشت، باهاش تماس بگیرید، حمایتش کنید. اگه خواست این روزا با ماهی $450 شما میتونید تلویزیون 24 ساعته خودتون رو داشته باشید. یعنی همین چیزی که من اینجا دارم شما میتونید خودتون داشته باشید با یه دوربین با یه کامپیوتر. اون ماهی $40,000 $60,000 $80,000 تموم شد رفت. شما میتونید مجانی روی فیسبوک روی یوتیوب برنامه داشته باشید. این سرویسی که ما داریم خب دیگه مالا خودتونه، توی کامپیوتر خودتونه، اختیارش دست خودتونه و الی آخر. این هم از این ماجرا اون رو براتون میگم. و اما یه دوستی که الان هم در سفره، گوه ما منطقه گرمی که زندگی میکردیم ول کردیم، رفتیم دیدار خانواده، خانوادهمون در استرالیا، اونجا الان زمستونه، اینجا هم که رسیدیم اینا رفتن سفر و ما سرما خوردیم، باز اینجا تو خونه تنها هستیم. خلاصه ایشون از من سوال کرده بود و با وجودی که به من گفته بود نظر خودم رو خصوصی میخواد بدونه، من فکر کردم این سوال خصوصی نیست، این سوال رو خیلی های دیگه از من میپرسن، حتی از خود من، و بهتر دربارش صحبت کنم. بدونی که اسم ایشون ببرم میگم، ایشون گفته بود که درباره دوستانی که چه در تلویزیون مردم، چه در رادیو تلویزیون های دیگه، چه در نشریه ها و رسانه ها با مردم از طریق خوندن، نوشتن، صحبت کردن در تماس هستن و بیشتر راجع به گذشته صحبت میکنن، نظر شما چیه؟ دوستان میبینید چقدر تبلیغ نشون میدم برای که اون برنامه رو میخواد به شما مجانی نشون بده، اینقدر تبلیغ نشون میده، پولم ازتون گرفته که اینو تو خونتون CNN دارید یا فاکس نیوز دارید یا HBO دارید الان. در صورت نوشته، یعنی ایمیل فرستاده بود که نظر درباره اینهایی که درباره گذشته صحبت میکنن چیه. من بهش گفتم که چون موضوع خوبه اجازه بدید صحبت کنم، نظر دوستان بینندهام بپرسم. خود من نظرم اینه که همیشه گفتم گذشته چراغ راه آینده است و این حرف درستی است، ولی باز خودمون میگیم که گذشته در گذشته و نباید خودمون رو خیلی توی گذشته نگه داریم و باید ازش استفاده کنیم، راهنمامون باشه. بذارم این صفحه چرا باز نمیشه، این بله راهنمامون باشه، ولی خودمون رو اونجا در جا نزنیم. بعد بهش گفتم حالا که میگی وجدانم یا خدایی، خود منم این اشکال رو دارم با وجودی که هی به دیگران میگم که این What is the deal with side window on your image، این هم PIPه، picture in picture. یه دوستی گفتم اون روز پرویز به من گفته بود که اگه بشه یه برنامه رو بذاریم، مثلا فیسبوک رو، مثلا من اینجا میتونم اون صفحه فیسبوک رو و نوشته های فیسبوک رو اینجا بذارم، یعنی هی بیشتر و بیشتر با هم درگیر نباشیم، در رابطه باشیم. این ما کلمه رو اشتباه میکنیم، بعضی جاها میگیم برخورد افکار، بعضی جاها میگیم نمیدونم درگیر هم دیگه قرانی باشیم، قرار با هم باشیم صحبت کنیم. در اصل سعی جان این هیچی نیست، این یه تسته. و به علاوه چون امروز اولین روز کانونشن این ریپابلیکن ها یا جمهوری خواه هست و میبینی الان پروتست اینایی که دارن تظاهر میکنن، تظاهرات را انداختن و ماجرا خیلی پیچیده شده توی ایالت اوهایو و کلیولند، میگه شما میتونی اسلحه رو بندازی دور گردنت، بذاری رو ماشینت، بذاری رو، ولی مردم ببینن که تو اسلحه داری. میدونید مثل اون وقتا توی فیلم های وسترن اسلحه یا بغل اسبش بود یا بغل کمرش بود، شما میدیدی که این اسلحه داره و چون اسلحه داره پاتو از گلیم دراز نمی کردی یا زبونت رو بی خود نمی چرخوندی، چون میدونستی عصبانی میشه پت نمی زنه شما رو. البته من شنیدم اینجور هم نبوده به این شدت و حدتی که تو فیلم های وسترن نشون میدن، اینجوری بی در دروازه و قرب وحشی وحشی نبوده، ولی توی کلیولند اوهایو این قانون هست. حالا فرماندار اوهایو
و شهردار کلیولند، شهردار دموکرات، فریباندارش ریپابلیک اگه اشتباه نکنم، اصلا اینا مهم نیست. مهم اینه که اینا توش موندن، چیزی رو که قانون اساسی به من حق میده که اینها نمیتونن از من بگیرن. پس نمیتونن بگن حالا این دو روز شما اصلا با خودت نیار، چون قانون اساسی 240 سال پیش به من حق داده که اسلحه با خودم بیارم، که اگه یک کسی که اسلحه رو قایم کرده در آورد خواست منو بزنه شما رو بزنه، منم قشنگ اسلحه رو بکشم شلیک کنم. موندن توش که چه کار کنه؟ بله جاهای خصوصی، رستوران این و اون و این، شما حق نداری به اصطلاح اسلحه بیاری اینجا. که خیلی ها دنبال این هستن که یه رستوران های درست بشه، باز بشه، که به اجازه بده تو اونم شما اسلحه ببری، چون یه جایی طرف نشسته بود با زن و بچه داشتن شام نهار میخوردن، یه نفر آمده بود گفته بود همه کیفاتون و پولاتون و جواهراتون رو بریزید تو این، بعد یه خانمی از تو کیفش اسلحه در آورد شلیک کرد. با وجودی که خانم اجازه داشت اسلحه داشته باشه، خود منم اجازه دارم اسلحه داشته باشم، ولی اجازه نداشت اسلحه‌اش رو تو رستوران ببره، که اینم خیلی مسخره است. یعنی من اگه میرم یه رستورانی یه جایی، باید ماشینم اسلحه رو بذارم تو ماشینم برم تو رستوران. خب اگه یه دزدی ماشین منو برد، اسلحه من برده، بعد اگه من رفتم تو رستوران یه دزدی اومد اونجا اینو زد کش اونو زد کش، من هم بهش بگم وایسا من برم ماشین اصلا همون برم بیا. یعنی یه قانونی گذاشتن توش موندن واقعا بنبست داره میخوره این ماجرای دموکراسی. الان شما بینید وایت هاوس ایز فور سیل، یعنی وایت هاوس رو میخوان بفروشن، اجاره بدن به اون کسی که بیشتر پول میده. وایت هاوسی که قرار هست منزل و خانه مردم باشه، مردم آمریکا، ولی این رو اون کسی که بیشتر پول داره، بیشتر پول خرج تبلیغات میکنه میره داخل. اون بیچاره‌ای که مثل برنی سندرز میاد میگه نفری 3 دلار بدید، نفری 5 دلار بدید، نفری 27 دلار بدید، آخرش هم در سن 70 خورده ای میگه آقا نمیشه، سیستم خرابه، میگه آقا بیان رای بدید اولا به هلری که به اون دیوانه رای ندید. درسته که هلری از اون بدتره، یعنی دستی به هم برارن فرقی به هم ندارن، سگ زرد برادر شما. اینو به خاطر این داریم نشون میدیم. سعید جان ببینم باز دیگه چی نوشتی. و اینجا بله یه دوستی هم پیام گذاشته، آها اینو میدونم که هست، میخوای بیارمش روی صورت خودم، بیا اینجا میارمش اینجا، خوب اینجوری اینم بد نیست. خب حالا این پروگراما اون وقتا باور کنید، حالا خسرو رنجور اگه بشناسید میتونید از این سوال کنید. خسرو بود، افشین بود، داریوش بود، چندین نفر دیگه آمدند و رفتند و اینها، 14-15 تا از این جوونا تو اتاق کنترل که باز ایرانی ها به اشتباه بهش میگن اتاق فرمان، شاید هم اتاق فرمان درست باشه چون از اونجا کارگردان بعض وقتا فرمان میده، ولی آمریکایی ها میگن کنترل بود، چون اینجا شاید نمیخوام بهتون بگن که ما بهتون فرمان میدیم، شاید میخوام بگن ما کنترلتون میکنیم، یا شاید میگن ما اینا رو کنترل میکنیم و اینا دست ماست، تا اگه حرف بزنی هر کنش خواستیم قطع میکنیم. در صورت الان همه اینها رو من میتونم با یک ماوس، این ماوس با یه ماوس کوچولو موشک موشواره انجام بدم یه نفره، و بهتون گفتم چند مدت پیش که از دوستانی که تو این تلویزیونای آقای مهندس از اتاق عمل بریم عکس فلان اینا باور نمیکرد، تا من بهش گفتم آقا وایس من با دوربین نشون بدم، بفرما دوربین این تلفن بهش میگم فیس تایم نشونش بدم، گفتم ببین هیچ که اینجا نیست، خود من هستم، اینم برنامه الان نشون میدم، تا برو تو اتاق نگاه. در هر صورت این مسئله در رابطه با این پروگرام خوب و جالبیه که نمایندگی فروش این پروگرام رو در ویرجینیا من دارم و مشتری ها فقط آمریکایی ها هستن. ایرانی ها تا بهش میگی میگه آقا چیزی نداری؟ دوزیش نداری؟ میگم نه آقا من نمایندگی فروشم دوزیش رو بفروشم. بعد میگه که حالا ببینم پسر خواهر من، مثلا پسر برادر من، شوهر خواهر من، اینا این خیلی خوب وارده، اینا رو دوزیشو پیدا میکنه، بعد دیگه هم میره خبرش نمیشه رفته دوزیشو پیدا کرده. در صورت نمیدونم چی بگم سریجا. خب نظر خودم رو گفتم. بله نظر من اینه که باید گذشته رو، خود شما اون عکسی که فرستادید از اون آقایی که تو رادیو تلویزیون کار میکردی که من هنوز نفهمیدم
اون آخونده که صورتک گذاشته یا مست گذاشته اون شما هستی، چون من اون آقارم قیافش به نظرم آشنا میمد ولی حقیقتا توی تلویزیون شیراز شاید من ندیدم اونو و خیلی مموریم به اصطلاح کمکم نکرد. چی داشتم میگفتم؟ خب و اما آقای عباس سعیدی، گفتم هم پیامتون رو گرفتم هم حمایتتون رو دریافت کردم از تلویزیون مردم و اگه بخوای امروز ساعت 4 بعد از ظهر میتونیم از 4 تا 4 و نیم حتی از 4 تا 5 برنامه خود شما باشه، این برنامه آقای یزدان خداوند رو به اسم خودتون روی یوتیوب بذارم، لینکشو برات بفرستم، لینکشو برای دوستان بفرستید، روی فیسبوک تبلیغ کنیم و نمیدونم شماها باید اول با خودتون خلوت کنید، تصمیم بگیرید. امروز یه دوستی برای من یه چیزی فرستاده، گفتم آهان آقا شما رو میشناسم، شما چند مدت قبل گفتی من میخوام یه مقاله بذارم و ویدیو و اینها، گفتم بله شما ما میذاریم، شما لطف کن حمایت کنید، بلنگو باتریاشو نو کن که بتونه داد بزنه، رفتی پیدا نشد. گفت آره دو ماه برادرم مریضه، چون اون مریضه منم اعصابم خرد شده و اینها و تصمیم گرفتم فقط به همون فیسبوک خودم قناعت کنم. ولی اینقدر ما بلد نیستیم از لحاظ بیزینسی احترام بذاریم به طرف، بگیم که مثلا پیشنهاد شما پیشنهاد خوبیه ولی توی این زمان من برادرم مریضه، توی این زمان من وضع مالیم خوب نیست. اما من به این شرکت‌های آمریکایی و روسی و اینها، این بار یه آقای روسی که واسه تو آمریکا شرکت داره به نام میر کورپوریشن، میر کورپ، اینها حتی مسافر میبرن ایران، مسافر کشورهای دیگه میبرن و زنگ زدم با خانم صحبت کردم، خانم گفت که خیلی هم خوب و برای ما این بستر رو فرستاد، شما هم میتونید مجانی این بستر از شون بخواین، براتون میفرستن 60 دلار هم پول پستش داده بنده خدا فرستاده. و آمریکایی ها اونایی که درس بیزینس رو خوندن اینجوری صحبت میکنه، میگه که من بودجه آگهی امسال رو خرج کردم و سال آینده در میتینگی که داریم صحبت میکنیم، اسم شما رو الان می‌نویسم می‌ذارم، میگم تلویزیون مردم سوربی از واشنگتن یه چنین پیشنهادی کرده و اگر بورد آف دیرکتور چی میشه، هیئت امنا، اون روز دنبالش میگشتم پیداش نکردم، اونها تایید کردن، چرا که نه، ما میام با تلویزیون شما هم آگهی میدیم. ضمناً ما دنبال یه بازاریاب میگردیم، بارها گفتیم احتیاج نیست ماشین داشته باشید، احتیاج نیست حتی انگلیسی بلد باشید، میتونید مثلا تو قسمت فارسی با تلفن زنگ بزنید یا با ایمیل باشون تماس بگیرید، هر آگهی دکتری چیزی که دیدید. من اتفاقا بارها گفتم این یلو پیج ایرانیان در هر منطقه‌ای که باشید میتونید بردارید، این یلو پیج 2015 2016 اونجا اینو بردارید صفحه به صفحه، چون اونایی که آگهی دادن معمولا برای آگهی دادن دوباره بهترن تا اونی که شما به اصطلاح بخوای بری قانعش کنی که آقا آگهی خوبه. اگه آگهی بد بود اینقدر مثل تلویزیونای CNN و اینا آگهی تو چی میگن حلقه ما نمی کردن. در اصل اگه کسی وقت داره بیکاره و ساعت معینی هم نداره، شما مثلا توی کالیفرنیا هستی صبح ساعت 9 که از خواب بلند میشی 12 ظهر ما، یه ساعتی از صبحونه و نهار میشه که بعد از ظهر شروع کن زنگ بزن به ایمانوار 4 نفر 5 نفر و اگر کسی بیاد مشتری تلویزیون مردم بشه، اینجوری نیست که شما فقط یه بار کمیشن بگیری. توی کار بیمه من این رو یاد گرفتم، بهش میگن بوک آف بیزنس، به خورد به طور خلاصه بهش میگن باب بوک آف بیزنس، این میشه بوک آف بیزنس شما و میاد تو حساب شما. یعنی تا مادامی که این آقای دکتر اینجا مایس 200 دلار نه 1000 دلار تبلیغ میده، کمیسیون شما میاد. خدای نکرده خودت هم که فوت کردی، اون کمیسیون تا موقعی که اون باشه میدیم به زنت، به بچه‌ت، به انجمن خیریه‌ای که شما میخواد. دیگه چی بگیم والا؟ در صورت این تفاوت ما ایرانی‌هاست با آمریکایی‌ها، با کشورهای دیگه بارها شنیدیم که میگه که چرا اونا تونستن ما نتونستیم. شما ببینید این یه میشه گفت آژانس مسافرتیه و
چه عکسایی، چه کاتالوگی درست کرده، چند صفحه، مثل یک کتاب، مثل یک مجله. و اینو امروز به دستم رسید، باز هم ممنون و متشکر. صحبت میکنیم. اگر شما هم این بله ببینید 2013 یلو پیج، 2016، 2015، ما حتی اینا رو دور نمی‌ریزیم. اول ازش استفاده میکنیم، دوم میذاریم زیر دستگاه ها. یه چیزی اگه صدا میده ولی که روی میز مستقیما نباشه، یا یه تیکه پلاستیک میذارید، یا این کاغذ و کتاب که بذارید، چون اینا صفحه صفحه هست، معمولا صدا رو خفه میکنه، لرزش و ویبریشن اینا رو خفه میکنه. خب اینم از این. فکر کنم کادر صفحه تلویزیون درست نیست، در صفحه کادر خاکستری هست. عزیز دلم، این خاکستری اینه، این که شما میگی اون درسته، من کارم خرابه. دلیلش اینه که اون خالی هست که مثلا ما بنویسیم امروز فلان اتفاق میفته و تیکر اون زیر رد کنیم. ما حوصله این که بنویسیم آقا منوچهر 10 دلار داد، هوشنگ 100 دلار داد، اون 20 دلار داد نداریم. ما حوصله این که به مردم پوش بیاریم، فشار بیاریم، شاید بعدا این کارو کردیم، الان نداریم. مثلا اگر اشتباهی این روشن بشه، آقای علی جان خیلی پیشرویا مثل ما عرب افتاده باش، چون اونایی که پیشروان زجر میکشن، اون عقب افتاده لذت میبره از زندگی. طرف رفت دکتر روانشناس، گفت توی خانواده شما کسی هست که ناراحتی اعصاب، ناراحتی مغز داشته باشه و از ناراحتی اعصاب رنج ببره؟ گفت نه آقای دکتر، همشون دارن ولی لذت میبرن. این علی عزیز اگه هستی، هنوز هستی، بعد میگه که بیچاره علی پیشتو که گرفتار عقل شد، خوشبخت سردی که تر آمد علاق رفت. این شعر تبلیغ یا اسلوگن توفیق بود. همیشه اونایی که میفهمن بیشتر رنج میبرن. اون آقای احمقی که نشونتون دادم، اون ناده که میاد طرفداری از ساواکی میکنه، خب ساواکی که احتیاج داشته باشه به یه عقب افتاده مثل تو به عنوان شعبون به مخ شما به دست دنبال سرش را بره، معلومه که اون ساواکی رو باید بذارن لای جرس. کاش که دیوار چینی میساختن دوباره، بدونید لای دیوار چینی هایی که میمردن همونجا میذاشتن، واسه خاک کردن و سوزوندن رو اینا نداشتن. این هم از این آنتونیو سباتا دمدنم جونیورم تو این برنامه ها شرکت میکنه، برنامه های ریپابلیکن هم. این داره خبرها رو نشون میده، الان میگه لایف اپدیت آن باتون روژ. این باتون همون کلمه باتونیه که تو ایران میگفتیم، این باتون چوب دستی هرچی استیک، این کلمه من قربونش برم هر کلمه رو از یه جایی یاد گرفتیم، درشکه و کالسکو و نمیدونم سماور از از روسیه اومده بود. کلمه فرانسی، فرانسوی آقای دکتر نصر احمدی میگه 7000 تا کلمه فرانسوی داریم و اشکالی هم نداره. اشکالش اینجاست که الان یه سری عقب افتاده هی میان میگن پارسی را پارس بداریم و بریم درست مثل این عکسای روی تخت جمشید صحبت کنیم، و چون صحبت بلد نیستیم با علامت و با نقاشی و اینها بگون من ایران را ساختم، من در ایران آب روان داشتم، مثل بچه های کلاس پنجمی بابا آب داد، نام هم نمیدونم سارا از مدرسه آمد، اینجوری صحبت کنیم. اینی که اینجوری به این روانی و به این خوبی صحبت میکنیم، برای اینکه از هر جایی لغت آوردیم، کامپیوتر از اینجا آوردیم، نمیدونم لامپ از اونجا آوردیم، هر چیز رو آوردیم ازش استفاده میکنیم. و اینی که باز خارجی هایی که زبان ما رو میشنون میگن که چه زبان شیرینی داری و به نظر آشنا میاد، برای اینکه دانسته یا ندانسته صحبت های خودشون داخلشه، کلمه های خودشون داخلشه. خب نامه منوچهر رو بذارم این و منوچهر جان آدرس رو نگه میدارم که اگر قرار باشه عذرخواهی تو پس بفرستم، پس میفرستم، چیکار کنم؟ ما دیگه برای دوستان خیلی ارزش قائلیم. خب فرد عزیز، این فرد هم یه مدتی برنامه داشت تلویزیون مردم، کارش هم درست بود، ولی اینم بنده خدا اینجا خب مجبوریم دیگه همون کار کنیم و کار کردن با تلویزیون یک دیسیپلین، یک خودت باید بشی
چی میگم فرمانده خودت به خودت قور بزنی، میگه آقا من اگه گفتم شنبه ساعت 3 میشینم یه ویدیوی درست میکنم برای سوالی، اینو باید درست کنم بفرستم. فرد جان، این فرد همون فرزاد خودمه، فرزاد یزدانی عزیز، از سالها افتخار آشنایی و همکاری با ایشون رو داشتم و از این بابت خیلی خوشحالم. و شما این روزا میتونی توی ماشینم که نشستی، توی آفیسم که نشستی، با تلفن دستی ویدیو درست کنی و پخش کنی. دوستان بذارید براتون بگم که چه چیزایی هست. اینا رو میبینی، اینا رو معمولا میخری، قاب عکس میذاری روش، اینجوری میذاری رو تاخچه. حالا شما میتونید یه دونه از اینا رو بخرید، این فروشگاه یه دلار دو دلار بذارید، تلفنتون رو بذارید روش، عشان بیارینش بالا در سطح خودتون و من براتون بهتون نشون میدم که چجوری با تلفنتون ویدیو بسازید 10 دقیقه ربع ساعت، کیفیتش از این دوربینی که من دارم 4000 دلار یه زمانی پولش رو دادم بهتر. چرا؟ فول اچ دی 1080 بای چقدر؟ 900 something کسی که اینا 720 در صورت هر کدوم از شما مخصوصا آقای یزدانی اگه خواستی، چون یزدانی روی فیسبوکش اگه برید نگاه کنی چیزایی رو که می‌نویسه، مطالبی رو که می‌نویسه، از یک چی میتونیم بگیم اعتدالی، از یک بالانسی برخوردار هست. این رو این روزا نمیشه همه جا پیدا کرد. مطمئنم آقای یزدانی اگه بخواد درباره ظلمی که به سیاها میشه صحبت کنه، هم معتقد به سیاها ظلم میشه، همون موقع میگه آقا این سیاها هم به همدیگه ظلم میکنن، هم به پلیس ظلم کردن. آقا شما که رفتی این پلیس رو زدی کشتی روز 29 سالگرد خوده، خب این بیچاره خانوادهش خودش، من اتفاقا دیروز بود داشتم یه جایی صحبت میکردم، گفتم که فکرشو بکنید حالا که این بلک لایف مادر نمیدونم درست شده، یک میدونید پلیس ها یونیون اینا دارن دیگه، اینا بیان بگن آقا ما آمدیم اسلحه دادن دستمون که مواظب باشیم، حالا اگه خودمون نمیتونیم از خودمون مواظبت کنیم، نخواستم آقا این اسلحه من، اینم بج یا اون علامت پلیسی من نمیام سرکار، میرم آقا رانندگی اوبر میکنم، میرم پیتزا دلیوری میکنم. خب از فکرشو کردیم شهر به چه روزی میفته؟ پس ما باید قدر اینا رو بدونیم. اگه توی یک ظرف توی یک قطعی میوه، باکس میوه، اگه 30 تا پرتقال یکیش له شده خراب شده، همه این پرتقال هایی که ما نمیریزیم دور، حتی اگه اونی که خراب شده خرابیش روی یه دو تا پرتقال بغلی آمده باشه، اونا رو هم داشته باش خراب کنه، اونا رو برمیداریم میشوریم میاریم درستش میکنیم. این باید این شستن و برداشتن انجام بشه توی اداره پلیس. میگم ما بودجه نداریم. آقا شما بودجه نداری 1000 دلار خرج یه پلیس کنی، بعد 6 میلیون دلار، میلیون میشه 1000000، 6 میلیون دلار، 6000 تا 1000 دلار شما میدید به یه خانواده‌ای که زدید بچه‌شو یا به حق یا به ناحق کشتید. فکر نمی‌کنم به حق وجود داشته باشه، هیچ کشتنی به حق نیست، چه اونی که میزنه سیاه رو میکشه، چه اون سیاه یا سفیدی که پلیس رو میکشه، اینا هر دوش ناحقه. ولی این وسط یه عواملی جمع شده دست به دست هم داده، اینجا میگن تریگر، یعنی اصلا تریگر ماشه، ماشه این عصبانیت این رو چیز کرده و این مثل یک اسلحه‌ای، مثل یک تیری در رفته و زندگی اون بیچاره رو تموم کرده. 3 تا کشته اینجا، 5 تا کشته اونجا، چند تا زخمی اونجا. هنوز اوباما از مراسم مموریال اینها که اون جورجوش احمق دیوونه بازی در بول مثل این که نعشه بود میرخصید و اینها نیومده، باید بره برای اینها جواز یکی دو روز دیگه. و گفت من که این مدت که بودن 11 تا از این ماسکیلینگ، یعنی یه چیزی که دست جمعیه، مثلا شما ایمیل برای 100 تا که میفرستید میشه مرس اینه، باید میگه آقا این یعنی چی؟ ولی همین اوباما یا اونایی که تو دفترش هستن به عقلشون نرسیده آقا بیا یه هفته رو هفته صلح و دوستی اعلام کن. هرکی به هرکی شما تو مسجد اینها دیدی وقتی نماز تموم میشه میگه به بغلدستیاتون دست بدید، طرف بغلدستی دست میده، به این بری هم دست میده. خب آقا این کارو بکن، بگو تو بانک میری، تو گستشن میری، به همدیگه سلام کنید، هیوی بگید. والا من تو آلمان که بودم 30 سال پیش
از بس این آهنگ گفتن کنتاک 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 گوتنتاک، ما دیگه زبانمون خسته میشد جواب بدیم. الان از بین رفته. الان اگه به یک کسی بگی های فکر میکنه تو دیوانه هستی. خب بذاری ببینم اون دوستمون بله 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 این مهمانی که میخوام بله امیدواریم این مبلغ ناچیز به تواند بارد کوچکی رو از روی سازمان شما بردارد و کار کمک به پناهندگان در اروپا را برای دست در دست هم دهیم به هم به رومی هم خیش را کنیم آزاد پاینده ایران بنیاد نیرکوکاری. این را صحبت میکنیم. ممنونم که این رو فرستاد دوستمون. و دوستان 5 دقیقه دیگه شما رو میبرم به کالیفرنیا و این هیچ چیزی نیست جز قدرت دین، اونم دین اسلام که گفت زمانی در غرب یه صدای بلند میشه در شرق شنیده میشه. من نمیدونم والا این پدر سفته هامست که همهشون از کرات دیگه آمده بودن، این که دور سرشون نور بوده، این که همهشون میرفتن بالای کوه، این که همهشون نمیدونم بیسواد بودن، شبان بودن، چوپان بودن و یه چیزایی گفتن که تونستن یه دفعه 1400 سال پیش این همه آدم رو جمع کنن، نصف دنیا رو کنکورد رو بگیرن. یه چیزایی گفتن که 2000 سال پیش تونست این همه آدم رو جمع کنه دور خودش مسیح. یه چیزی گفته بودا که آقا زن و زندگیشو ول میکنه، زن جوان و بچه جوانش ول میکنه میره، میگه من میخوام ببینم باها چیکار کنم. بعد یه دفعه اینقدر طرفدار داره. در هر صورت نمیدونم چه باید کرد و چه باید گفت. منتظر آقای سعیدی بودم که به هم بگه امروز ساعت 4 میخواد برنامه داشته باشه. بعد هنوز با شما توافق نکردیم 20 دقیقه نیم ساعت یه ساعت برنامه شما میخواد فقط این باشه دوب مثل آقای مینویی. برنامه آقای مینویی رو نگاه کنید، خود ایشون من اینجا نشستم ولی با آقای مینویی میگم آقای مینویی هر وقت خواستید شروع کن. آقای مینویی هم از بس لطف داره میگه من وقتی حاضر شدم اینجوری با سلام ارتشی اینجوری که میکنم یعنی بعدش حرف میزنم، اینجوری میکنه 2 ثانیه بعدش صحبت میکنه، من اون موقع رسمش میکنم. ولی یکی مثل آقای یزدان خداوندلو میگه من در این مورد میخوام صحبت کنم، مقاله رو میفرسته یا تاپیکا رو میفرسته یا قانون آوا، اینا رو نگاه کنید بگید من مثل این میخوام. یعنی این رستوران هست که شما میری منیو میگیری میگی من یه چلو کباب مثل این میخوام، به میگه اگه سلطانیه $30 اگه کوبیده است نمیدونم $15 $10 اگه این مطار زیاد نگیم این چلو کبابی هم گرونش کنم. خب این از این، این رو هم من بیارم اینجا که صدای مهمان عزیز بودم برای شما خوب شنیده بشه. فکر دوستان چیزم باشم فیسبوک، این هم یه بلندگو آوردم گذاشتم اینجا و بعد که صحبت کردیم دوستان به من بگید که صدای این شخص کیه، یادتون میاد ایشون رو یا یادتون نیست. تو بذارید ما هنوز به پرونده‌های زنده خودمون نرفتیم و واقعا این روزا دیگه بعض وقتا یادم میره اصلا به اونها سر بزنم. ببینم که بله این دوستمون دوباره یک عکس دیگه فرستاده، ممنونم که همین مال این بنیاد هست. اگه امروز خواستن راجع به این بنیاد صحبت کنن اون وقت من این عکس ها رو هم نشون میدم که ایشون بخواد بگید که بابا ایشون رفته داخل این بنیاد رفته باهاشون کار کرده. اون اگه میگید نمک خوردید نمک دون نشکنید احمقا پوفیوز ها، باید اتفاقا اون کسی که رفته نمک خورده به قول شما حالا داره نمک دون رو میشکنه بیشتر بیاریم ازشون استفاده کنیم. اول برنامه توضیح دادم اگه کسی که حالا احمق نشنیده چه تو تلویزیون ها چه از پدر مادرش، احمق یعنی باشعورها دوستان فرهیخته. شما هر جا دیدید نوشته دوستان فرهیخته بدونید منظورش دوستان احمق بوده. چی بهتون بگم آخه؟ تا کی میخواین دروغ بگید به هم؟ اون روز من یه بحثی رو شروع کردم گفتم تلویزیون های ایرانی نتونستن به مردم ایران و بیننده خودشون بگن که آقا توی ایران تلویزیون دولتی بود، شاه هر آشپزی میخواست میگفت ما میگفتیم، حالا شیخ هر آشپزی میخواد میگه ما میگیم، ما هیچی نبودیم، ما بلندگوی دست اونها بودیم. تلویزیون های آمریکا که ایرانی ها درست کردن تلویزیون های خصوصیه، اشتباه کردیم به شما ها گفتیم این تلویزیون خودمونیه، خصوصی رو بلد نبودیم، احمق بودیم، فرهیخته بودیم.
گفتیم خودمونی. این احمق فرشته من یاد این یه فرزاد فرامرز یگانه میندازه، اینم از اونایی که میدونی هر چی کم سواد تر باشی دوست داری کلمات قلمبو قلمبو رو بیشتر استفاده کنی تا به مردم به دروغ بگی من با سوادم. شاه همین کار میکرد. این فرامرز فرزاد اینجا نشستی، من نمیگم فرزاد، این فرامرز یگانه یه روز برنامه داشت تلویزیون امید امیدوار ای تو و گفت که سلحشوران خونخوار یه چیزی اینجوری سلحشوران خلای یادم رفته، گفتم بابا این اصلا معنیش روبروی همه متعارف چی میگن لبون دکنه افتادم. برم آقا سراغ مهمونمون، منتظر من هست ببینم که چه باید کرد و مطمئنم خیلی از شما دوستان از دیدن ایشون خوشحال میشید. ایشون هم تقریبا مثل خود من حد وسط نداشت، یا دوستان از ایشون متنفر بودن یا خوششون میومد. ایدر دی یو لاو هیم اور هیت هیم. خب بذار ببینم عکسش هم بیارم اینجا. ببین در آقای سودی عزیز، خب دوستان همین ببینید همین جمله که گفت خودش معرفی کرد. چرا؟ براتون توضیح دادم. وقتی من با تلویزیون ایرانی آشنا شدم دیدم یه نفر خجالت نمیشه که بچه مشهده تلفظش اینجوری اکسنت لهجهش اینجوریه، افتخار میکنه. بعد دیدم یه نفر آمده هی به همه نمیگه قربونت برم صدقت برم، میاد میگه آقا این کار شما اینجا بد کاری انجام دادی یا این کار دزدی کردی، دستشو باز میکنه. حتی پریروزا که با ایشون صحبت میکردن خود ایشون گفت آقا ببینید عکسشم ماشاءالله اون بالا سیویلشم معروف بود. شناخت دوستان چرا زمین اتفاقا برنامه باید ایشون بذاره چرا زنین نباشیم یا چرا نازنین، که همون البته نازنین که مثل اسم دختران نمیسیم. من ساکت میشم، میدونم که خیلی از شما ها مدت ها منتظر بودید که آقای محسن نادری نژاد، آقای نادری نژاد من آخرین باری که شما رو دیدم که بالتیمور بود، تنها کسیه که خودش بلند میشه از اینجا از کالیفرنیا میاد بالتیمور، از کالیفرنیا بلند میشه میره ترکیه، 30 ساعت تو راه و تو فرودگاه و تو پروازه. همون شبی که ترکیه کشتار شد این بنده خدا تو فرودگاه بوده و چه کار میکنه دوستان؟ نمیره هی سنگای بزرگ برداره مثل حقا بخواد نمیدونم با کشتی که وجود نداره بره تهران، یا مثل آقای فولادوند هواپیمایی که رو میزش بود میگفت سوار این هواپیما میشه میریم، یعنی خودش یه جوری میگه خب بیننده اگه شما عاقل باشید سوار این هواپیما که نمیشه برید، من دارم دروغتون میگم. چه کار میکنه؟ به اندازه این که میتونه اون سنگ رو برمیداره. بیش از این صحبت نمیکنم. محسن نادری نژاد کی هست؟ چگونه برنامه های تلویزیونیشون اینجا شروع کرد؟ من قبلش ایشون رو نمیشناختم. یه مقدار صحبت کنید بعد میارید ما رو سال 2016 که محسن 75 ساله شده ولی هنوز پر انرژی میره ترکیه دنبال کار پناهنده ها. این شما محسن جان و این هم شنوندگان تلویزیون مردم در سر تا سر دنیا. بفرمایید. درود بر شما آقای سوزی. ممنونم. شما باید سوالی بکنین، چه سوالی دارید من جواب میدم. هر سوالی که دوست دارید میتونید درباره خود من زندگی من کارام میتونید بپرسید. دوستان تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. از بعضی ها درخواست میکنم بیان مصاحبه، میگی میخوای چی بپرسی؟ برش مینوستم آقا میخوام راجع به این، آقا این سوال رو نکنی ها، اون سوال رو نکنی ها. ببینید این آقا اومده میگه هر سوالی میخوای بکنی بپرس و من جواب میدم. دوستان هر سوالی دارید از آقای نادری نژاد چه در این برنامه زنده، میدونید رو فیسبوک هستیم روی مردم تیوی هستیم، چه موقعی که این برنامه به صورت بازپرسه حتما با تلفنمون با ایمیلمون تماس بگیرید، من اینها رو برای ایشون میفرستم و ایشون در مورد صحبت میکنه. آقای نادری نژاد از خودت یکم برامون بگو، نادری نژاد کیه؟ چگونه تو رسانه های ایرانی پیدا شده؟ بله من نمیدونم، شاید از بیراه از برای خاکی اومدم. آخه دلیلش بینید چی شد آقای سردی؟ من ببینید ما تمام بدبختی همون که امروز هممون در بدر انرژی همون که این مملکت داره مصرف میده بدونی که باید انرژی تو ایران مصرف میشد در اثر همین دروغ گفتن و چاکان کردن و هرمون سرزی هم دیگه رفتن هست.
من با این وقت آمدم اوله چیز لس آنجلس، خب من کارم این بود که یه دفتر ازم کاری ویدیو عکس و عروسی میرفتم، بر مترو میرفتم، کنسرت میرفتم، تا این دیدم که این کنسرت هایی که من میرفتم تو لس آنجلس ویدیو میگرفتم، اون موقع هنوز کوچی نیومده بود، مثلا کنسرت ها تقریبا دست من بود تو لس آنجلس. ولی من میرفتم اونجا میدم که خب این کنسرت گذارا وقتی که تماشاچی میاد اول از توی آدیاشون اعلام کنه که مثلا در ها ساعت 8 باز میشه، ساعت 9 خواننده رو استیج. من میدیدم جلسه اول که رفتم خب زیاد وارد بودم، ولی کم کم یه ساعت 10 نیم شده هنوز خواننده اصلا نیومده هنوز از خونش. خب بعد میدیدم که ببینید وقتی شما یه جای میری یه چیز رو میخری بهت سرویس میدن، این مملکت سرویس میدن به آدم. شما وقتی میری یک کنسرتی بلیت میخری میری اونجا باید بهت سرویس بدن، باید ازت نگهداری کنن، اتفاق نیفته، بهت خوش بگذره، این مهمه که با خاطر خوب از اینجا بیاد. من میدم این کنسرتی که من میرم فیلم برداری میکنم میدم یا توش دعوا میشه، به دلت نیومدن خواننده بیومدن اعصاب خراب میشه و خیلی مسائل دیگه. من یه فردا میدونم که هیچ تلویزیونی، موقع هنوز تلویزیون محلی بود، تلویزیون بود، هیچی درباره یه تحضیه صحبتی میکنم. بعد متوجهم خب تو اینا آگهی میگنن از این کنفرگزار به خاطر اینکه دفعه دیگه بهشون آگهی بده سکوت میکردن. خب این سکوت کردن یعنی چی؟ یعنی شما دارید به مردم خیانت میکنید. تلویزیون و رسانه باید در خدمت مردم باشه، نه مردم در خدمت رسانه همگانی. برای این بود که من بعد از مدت ها دیم مثلا دعوا میشد خیلی بچونم وقتی میامدن به تماشاچی میمد تو کنسرت، اصلا اون کنسرت گذار دیگه فقط پولاری گرفته بود دیگه معذرت خواهم معذرت خواهم این گوسفند داد میکرد، اصلا نه مسئولیتی نه چی. این باعث شد یه روز من تصمیم گرفتم گفتم من خودم تلویزیون میزنم و تلویزیون شنازدنی رو زدم و از روز اولم برخلاف آب حرکت کردم. میدونستم که خیلی اتفاقات ممکنه برم بیفته، حمله فیزیکی هم به من بشه و شدم، منافع مادیم به خطر بیفته، افتاد آگهی بدادم، ولی گفتم آقا من یه مسئولیتی، من شغل انتخاب کردم که در مقابل مردم مسئول هستم. مسئولیت یک رسانه به نظر من از یک دکتر توی جامعه بیشتره. یک دکتر ممکنه با یه اشتباهش یک مریض رو بکشه، به مریض دومش نرسه، ولی رسانه میتونه که با تو مردم دارن رسانه ها رو گوش میکنن، مثلا امروز تبشیری و شنیدنی دارن میبینن، خب میتونه یک تلویزیون مردم رو بیراهه بکشنه. تلویزیون امروز نقش یک معلومه میتونه توی جامعه بازی کنه و من آمدم این تلویزیون چرازدنی رو زدم. از روز اولم سعی کردم با مدرک هر اتفاقی تو جامعه میفته از اول همتونی کنسرت هم شروع کردم، حقیقت ما مردم گفتم، رسون دادم. مثلا اولین باری که اتفاقی افتاد که من چیزم مثلا آمده بودن کنسرت‌گذارا در یک شب توی لس آنجلس و توی سانفرانسیسکو تو کنکورد سانفرانسیسکو کنسرت گذاشته بودن. خواننده هایی که اینجا بنا هست بخونن ساعت 11 با هواپیما برن اونجا، اونه که اونجا هستن بیاد اینجا. خب اینا رفته بودن فروگاه، هواپیما خراب شده بود، حالا یا بدشانسی نازه هوا اینا میگن خب یه هواپیما داره از آتلانتا میاد ساعت مثلا 12 میرسه، اینا گفتن خب 12 اونی میرسه اینجا، اون هواپیما میاد خراب میشه، اون بچی میشه افغانی ها میزنن چراغا رو میشنن دعوا میشه سور میشه. من هم خبر داشتم، از اونجا به من زنگ زدن بعد از 2 روز کسایی که اونجا رفته بودن امضا جمع کرده بودن به من زنگ زدن و جریان رو گفتن. گفتم من به شرطی میام اونجا که فقط یک نفر نباشه، یه عده باشن. گفتم ما یه عده هستیم امضا کردم دوازده، یعنی در حدود 450 مجرانی که رفتم اونجا و رد کردم با مدرک و منو تلویزیون نشون دادم. یه اولین باری بود که همچین اتفاقی افتاد که البته کنفرانس‌گذارا بر علیه من بلند شدن، نزدیک بود یک دو نفرشون به من میخواد حمله فیزیکی میکنم ولی من از چیز نرفتم، چون کاری من انتخاب کردم که مسئولیت داره و باید در مقابلش بیستم و ایستادم. یک چرازنی 16 سال یک چرازنی با تمام آقای سوویت یه دو زدن شیشه ماشین من شکوندن، تمام تیپام برداشتن. یه بارم در یک جلسه که رفتم برای اولین بار به دربار، آقای شاهزاده آمده بود توی هتل هیلتون، اونجا منم وسایل بردم، به یک چشم
هم زدن. یعنی من رفتم فقط دیدم کدوم اتاق از آقای ارزمان مفید پرسیدم کدوم اتاق من باید اسفار بسرم. رفت من ایشون به گلی که برگشتم $18,000 و سال من در اون موقع بردم. خب ممنونم. اونایی که منظوری که بازم من باکسادم این هدفم مشخص بود. این وقتی شما اعتقاد به کاری داشته باشی هیچ چیزی نمیشه به شما رو بگیره. بکردم و واقعا هم ایران بگم آقای سربانی تو تمامی تلویزیونی که در لس‌آنجلس هستن حتی بیشترش هیچ کس آرشیو من نداره چون من همه چی رو جمع کردم. شما باور میکنید من اصلا میتونم بگم 10 تا جعبه فقط روزنامه و مجلات تو لس‌آنجلس دارم با مدرک با حرف زد. بله من اولین باری که یعنی با شما آشنا شدم اینا همین ماجرایی بود که برنامه های چراغ زمین رو میدیدم و کار خوبی که شما میکردین با مدرک. یعنی اینجور هم نبود که بخواین به کسی دروغ گفته باشید ظلم کرده باشید اینها. و به همین خاطر هم من همیشه فکر میکردم که این خب چقدر ضرر میکنه چون هیچ کسی تو جامعه دیگه باهاش تماس نمیگیره. در صورتی که ژورنالیستای مثل شما توی جامعه های اروپایی و آمریکایی اینها پیشرفت میکنن چون جامعه کمکشون میکنه و بهشون میگه آقا چون ما وقت نداریم ببینیم کی کلاشه شما که هستی برو چیز کن. شما دو تا ایمیل داری من فرستاد اونها رو دریافت کردم. نمیدونم بخواید درباره اونها که صحبت میکنید اون عکس‌ها رو نیست. بله بله حتما با اینا صحبت خواهم کرد. ببینید من حتی گفتم من در عرض چند سال سه نفر به من حمله فیزیکی شد. سه نفر حمله فیزیکی به چهار نفر ایفتن سرم. چرا؟ رفتم دیدم که اینا کنسرت میذارن مالیات نمیدم پول نقد میگیرم. من رفتم به وسیع ببینیم دنبالش میرم. من رفتم یه مقدار مدارک بود دست بردم که اینا به IRS دروغ میدن مدرک نمیدن نشون دم تلویزیون گفتم که اونه که به IRS چیز دارن. ببینیم مهم من کنسرت گذار نیستم که آقا سوربیت آمدن کار من گرفتن. نه من میگم آقا شما کنسرت گذاشتی بذار من خودم کنسرت هم میرم. یک خانم با یک آقا یک زن شوهر یک گرفتن یه شب میخوان آقا برن حال کنن برن خوش میشون بگذره. شما چرا کاری میکنی که هم آبرو ماشین رو پلیس آمریکایی میرن دسته یه دوست آمریکایی کار میکردن دیگه همین که دسته رفته یک شب حال کنه خوش باشه با نامزادش با همسرش با خاطر بد میاد بیرون. اینا رو زیر تلویزیون نشون میدن. مدارک رو گفتم که اونه کسی که توی IRS کار میکنم بیا بیشتر از من بالا هستم بیام کمک کنم به من. من اینا میرزم زندان. آقا ما توی ببینین آقا ما توی مملکت اگه ما توی مملکتی که دسته یک مقدار آزادی وجود آزادی بیان اگه یه حرفا رو نزنیم کجا باید نزنیم؟ تو ایران که دروغ گفتیم. این گذاشتن که اگه هر کی هر اشخابی میزد ظلمی به جامعه میکرد یک شد سیزا شهر میمان. یک داستان تعریف کنم نمیخوام بسنم. یک نفر اینجا گرفتن یه دکتری رو گرفتن انداختن زندان. بعد فهمیدیم که من رفتم آنن آخه یه مقدارم من واردم که چکا بازم رفتم توی کورت 15 دونتم رکوردی آقا رو گرفتم. یه نمیشته توسر 30 فقره فراد کرده. خب البته این تهنم اتهامه. من آمده گفتم این آقا با من دوست سلامده کم داریم بیز بگیم میکنم ولی این مدرک ایشون به من بهش اتهام زدن. ایشون وسیله گذاشت بعد یک سال از زندان آمد بیرون من تو خیابون دید سلام علیکم رو گفت آقای نادیر اینجا هست گفتم بعد که شما چه تلویزیون در باره من چیزی گفتیم گفتم بله گفت ما با هم دوستیم گفتم دوستی که خودش گفتم آقای ایکس نگفتیم بیروز افتادیم نگفتیم دومومی کاری کرد گفتم شما رو گفتم که دومومی کاری نکنه دیگه آقای توبیالا تو همین جامعه این لس‌آنجلس ما یه جه هستن واقعا چند نفر نمیدین اینا چی اشخافی میکنن به جامعه ما چی کلاهبرداری هایی میکنن و همه رسانه های میدونن ها ولی درباره صحبت نمیکنن. به خود من گفتن آن نادر اینجاد ما برو دنبال چهارت عادی زین کن حوصله داری سر خودتی به خود درد میری به خود دشمن دستی آقا چی میگی من آمدم کاسبی کنم. خب آقای نادر اینجاد شما من چجوری با پناهنده اولا اینا پناهجو هم که شما بله پناهجو هم بله پناهجو هم هنوز پناهندگیشون قبول نشده چطور شد چطور شد که شما فکر به این فکر افتادید که به اینا کمک کنید چون ما دیدیم خواننده ها و هنرپیشه هایی هم بودن که آمدن از مشهوریتشون استفاده کردن حتی برای زلزله زدگان بم برای چیز و بعدا متوجه شدیم سوء استفاده زیاد کردن ولی من میدونم از یعنی با صحبتایی که با شما داشتم دیدم که میریم اونجا با چه مکافاتی با چه خرج کمی هزینه کمی از جیب خودت به اینا کمک میکنی چی شد که با اینها به اصطلاح
شروع کردی همکاری و کمکشون کردی؟ من اولین بار که رفتم اول آلمان رفتم. رفتم آلمان و اونجا در روز دفنگر موندم و فانت جانویه بود، خیلی سرد بود، ولی رفتم اونجا و به وسیله یک آقایی که به نام آقای خوشبنیانی آذریه، چی واقعا مرد شریفی، اون آشنا شد و ایشون کمک کرد به من که با این پناهنده ها چی کنم. بعد یه بار دیگه رفتم ترکیه. ترکیه دفعه اولی که رفتم بسیار وارد نبودم، ولی درسته یک مقداری پیدا کردم. ولی یه روزی آقای مالیزاده به من زنگ زد، گفتم شما از کجا شماره من؟ گفت خانم شیرازی داده. گفتم منم میگم بری پناهنده‌اش، من شنیدم بری پناهنده ترکیه و اینجا. گفتم آره. گفت بیا با هم همکاری کنیم. اینا گفتم من همکاری باشه برای من مهم نیست، من فقط مهمی که کمکی بکنیم. بعد از مدتی به من گفت اون چیزی که برسون فرستادم به خاطر این فرستادم که بعد از مدتی ایشون به من زنگ زد گفت شهبانو به راحت از یونسکو 15,000 یورو بگیره، اگر گیره من 2,000 را به حساب پناهنده های شما میدم. خودم خیلی از اون متشکرم. یه ماه یه مانیم گذشت، ایشون 2,000 را ریختم به حساب پناهنده ها، چون من یه حساب به اینا اینجا باز کردم. این زمان بعد یه ماه گذشت و توی ماه اپریل بود به من سال 2006 یا 2005 بود به من زنگ زد، گفت که من دارم برم ترکیه و دوست دارم شما با من بیام. من گفتم خب پگه چیه؟ گفت من پول هتل و پول غذا که اینا میرم. من بخونم گفتم خب حالا میریم جزا بری پناهنده، وقت ایمی نداره، ما که زیاد چیز نیستم، وقت من همچی طلاقه نیست که. ایشون به من گفت که از اون 2,000 دلار که واسه فرستادم شما یه بلیط بگیر بیا من توی ترکیه بهت میدم. گفتم باشه. حالا یادم نیست 1,500-1,600 دلار پول بلیط دادیم رفتم و اونجا توی فرودگاه ترکیه استانبول ایشون من دیدم و بعد یه آقای بود به نام جواد شایسته از انگلیس اومده بود. پس ما داستان زیاده دیگه، ما مدتی رفتیم این بروبر، رفتیم اول رفتیم به کاسیمینو، یه شهر بود در شمال ترکیه، اونه همین آقای علی جوانمرگی دانان توی صدای امریکاست. اونجا رفتیم و بعد من همه جا ویدیو میدرستم، همه جا همیشه ویدیو من روشن بود، حتی یه دفعه نزول ماشین رو چپ بشه همین خلاصه. بعد دیدم که ایشون هر جا میره با این کردها ایرانی روبرو میشه، مثلا کمی کاسیمون دیدم که یه کرد آمدن آقای علی جوانمرگی برش دسته گل رو داشته و دسته شما رفت خونه اینا. بعد اومدیم چانکیری و اونجا بازی یه کرده و کرده ایرانی هم داشت. آمدیم ما رو برد توی چیز آنکارو هتل هیلتون. من اعتراض کردم گفتم آقا ما که نیامدیم اینجا بریم هتل هیلتون که خب اینجا آدم هتله هست که ما یه جور میخوام که یه اتاق باشه تختش داریم یه همون هم باشه. گفت اینجا چیزه، گفت که اینجا برای اینترنت اومدم، من تو اینترنت داره. گفتم خب اینجا کاف اینترنته. گفتم عزیزم من نمیام، من میرم اونجا هتل دیگه، من هتل هیلتون نیستم، من میرم پوله چه بودم پناهنده ها بود دیگه. بس پاسه ما رفتیم و ما هر جو که می رفتیم می دیدم که اینا که می گم فیلماش هم دارم آقای سوزگی حضور اینی حدیجه نمی گم. رفتیم خوشه رفتیم شهرهای مختلف می دیدیم وان، یه شد تو وان یه دی اونجا آمدن که به حساب جز بنیاد نوروز بودن، یه خانم بود به نام خانم اسمش کشور بود و این به حساب رئیس و قسمت بود، یه دی جمع شدن و باشن صحبت می کردن در باره مشکلاتی که هست و فلان. تو اینا یک خانم بود به نام خانم دانشور با شوهری با سه تا پسرش، این فارس بودن، این کرد نبودن. این بلند شد اعتراض کرد، گفت آقای مالیزاده ما هممون اینجا پناهجو هستیم، مثل برادر خواهریم که دارم زندگی میکنیم، با مشکلات میسازیم، ولی صحبت اینکه شما هر وقت میرید به ترکیه فقط به این کردهای ایرانی میرسید، میگه بهشون مثلا به سفارت به یو ان همش وکیل به اینا میگیرید. ولی من اونجا بود آقای سوید دوزاری مفتدیم راستی ما هر جا میریم این با کردهای ایرانی روبرو میشه، اصلا فارس من نمیبینم تو اینا. باشه ما آمدیم و از اونجا دیگه آمدیم به دوباره آنکارا و این بنا بود که بابا بیاد، ولی گفت که من دارم بخواهم برم چه اردن، چون یه گده ایرانی هست در یک منطقه بیطرف چند زالتن اینا رو من ببرم چون اردن. یعنی یه جور صحبت میگه که من دارم اینا رو میبرم، که بعدن فهمیدم که نه، شهبانو کینگ عبدالله رو دیده بوده و این کسی بوده که اینا رو اونجا متعرف کنه. به اونجا آمدم آمریکا و
اینم اضافه کنم از 2000 دلار که من تیکت کردم باقی دیگه پولشم از من گرفت، باقی هم از من گرفت. من اومدم اینجا بعد از مدتی که این نامه که الان بهتون فرستادم میگه دیدیم نامه رو نشون میدم بفهم. آره دیدم این نامه، یک نامه اومد از طرف بنیاد نوروز، مبلغ هم نیشته نیشته مبلغ ناچیز در سری 2000 دلار بود. ولی خب این پول رو که ایشون از من گرفت خب یه حتما صورتی داده به بنیاد نوروز که آقا من 2000 دلار به ناجیز دارم، ولی حتما صورت نده که آقا من این پول از دوباره به این ترکیه رفتن منم که پول هواپیما. من فکر میکنم که این پول رو یه جوری باید حساب کنه، بله آقا ناجیزا مثلا 2500 دلار من به ناجیزا به هواپیماش و خوراکش اینا دادم، یعنی دو برابر این پول به نظر من. من تو تلویزیون خودم نشون دادم این سوالم چی کردم، ولی جواب نشنیدم. این بود که تا اینکه یکی از دوستان من به نام آقای علی که خواستیم تلفنشو بهتون میدم، این به من زنگ زد آقا من به بنیاد نوروز هر دقیقا دو سال هر ماه دارم کمک میکنم، ولی یک روزی بهشون زنگ زدم که آقا این بیلان کارتون چیزاتون رو بگه من بفرسته ببینم شما چیکار میکنید. خانم به نام خانم آزیتا بهش میگه که شما باید با وکیل با ما صحبت به وکیل رو میگیم با ما صحبت کنیم. بگم میگه آقا چی وکیل خانم چی وکیل من دارم هر ماه پول میدم، خب باید ببینم این پول کجا میره. بس پولشو کردم، من با خانم آزیتا زنگ زدم گفتم خانم آزیتا شما اونجا چه کار میکنید؟ گفت ما اینجا داوطلبانه داریم کار میکنیم. گفتم خب کار دیگه چه کار میکنید؟ آخه نمیشه که شما دو سال سه سال اونجا داوطلبانه زندگی جون چرا؟ بعدا از جاهای مختلف که من تحقیق کردم که ایشون در ما یه پول میتونی از اجازه میگیره و خلاصه کسی که دارن برای این بنیاد نوروز کار میکنن هر کسونی یه حقوق برای خودشون دارن برمیدارن. من شنا خودم تنویی رفتم دیدم اولا ایشون مثلا من برده که فیلم بازی کنم ولی همش خودش میخواد مطرح باشه اونجا، و بعدم یه کاری این کرد که دیدم اصلا با اون هدف من جور در نمیاد، ازش جدا شدم و خودم تنهایی میرم. با آقای صحبی بهتون بگم تو تلویزیونم گفتم من یه چند نفره هستن که بهم ایشون دارن یه کمکی خیلی جزئی میکنن، پولی که جمع میشه من تو تلویزیون گفتم من فقط پول هواپیما رو ور میدارم، اونجا میرم نه پول جا دارم خوراکم میخورم، میرم اولا من با پناهجوها زندگی میکنم، یه ملافه اونجا میخرم با یه رو متکایی. آقا بعدی که از تو دربار که نیومدم، ما از زمان قدیم توت مفته رو زمین از رو خاک میخوردیم، تو خاکم خوابیدیم، تو سنگ هم خوابیدیم، اینا جمعونای ما هستن، این من باید با اینا زندگی کنم که اینا بتونم درکشون کنم، بتونم اونا به من اینا رو میشستم ولی اونا من نمیشستم. وقتی من شناختن میشینن در دل با من میکنن، وقتی من شناختن میشینن با من صادقانه صحبت میکنن و من سه چیز رو از اونها هیچ وقت نمیپرسم: برای چی اومدی؟ هر کسی یک دلیلی رو به من برمودی؟ دینتون چیه؟ سیاستتون چیه؟ من که نرفتم از اینها بازجویی بکنم، من رفتم اینا بشینم چیکار میکنم، کمکهای خیلی جزئی، اول به اونایی که خانواده هستن بزنم بده، اگر ببینم تا چقدر پول زیادم نمیخوام، چون پول زیاد که میشه حرف در بیاد توش، یه پول جزئی با خودم مثلا اندفه گرفتم. من 2500 دلار داشتم، 2500 دلارم میرم آن چیز میکنم، ریزون میخورم، همین مدارکم نگه میدارم، حالا یک عالم مدرک دارم، از اینجا با آقا مثلا زنگ میزنم که فلانی یک گرفتاری داره 100 دلار 150 دلار میفرستم به تریبیون، حالا همین را نگه داشتم. میرم اونجا اول به خانواده ها مثل یه ما دو با کریه شوی میدم، بعد به دخترها زنهای که تنهایی هم بهشون کمک میکنم، اگه پسری هم بینم واقعا بعدش دارم بونم کمک میکنم. همین افتادم. بله بسیار ممنونم محسن جان. من اون نوشته رو نشون دادم، بذارید باز زمین نشون دادن این بگم و اون چیزی که شما میگید، منم از این چیزی که شما تعریف کردید فکر میکنم که اینها یه جا پول دادن دو جا مدرک گرفتن و به اصطلاح این حق رو برای بنیاد نوروز رزرو میکنم اینجا که خانم آزیتا یا اون آقا یا هر کسی دیگه بیان و اونها هم نظرشون رو بگن که خدای نکنه. بله بله آقا خدمت نظر میخوام، من که تلویزیون خودم گفتم نشون دادم، حالا گفتم این آقا از من 2000 دلار گرفت، به شما آیا صورت داد که گرفته یا نگرفته؟ بیایم صحبت کنیم، ولی شبیه من صحبت کنیم اون موقع که تلویزیونم بگیم دردن آقای مالنگ جا بذارید اینو به دوستان بگم، چون من خودم رفتم اینجا دنبال کار این سازمان غیر انتفاعی که اینجا بهش میگن نان پروفیت یا
بله. سازمان هایی هست که همه IRS همه چیزا شماره داره 503C بگن و این رو دوستان به هر جایی که کمک میکنید که بهتون میگن این از مالیاتتون کم میشه، حالا من درستش کنم، حتی به هر جایی که حتی کمکم نمی کنید شما حق دارید زنگ بزنید، ایمیل بزنید، از شما بخواید که صورت یا این بیلان صورت حساب و خرج و دخلشون رو بگن. ضمن اینجا آقای نادری نژاد صحبت کردم با این خانم آزیتا، گفته که من اینجا داوطلبانه کار میکنم، هیچ اشکالی نداره که یک کسی کار کنه حقوق بگیره، مشکل ما دروغیه که میگن و الا شما این سازمان صلیب سرخ یه دفعه آمد حساب کرد و مردم گفت که ببینید شما از 100 دلار که میدید اینا 97 دلارش خرج دفتر و تبلیغ و رفت و آمد و عیاد و ذهاب و خوراک میشه، 3 دلارش میرسه به دست اون. ولی دوستان ایرانی ما دیر آمدند زود قصه شدند، دیر آمدند. همینجا سازمانی بود چندین دکتر یه دفعه خونه هایی درست کردن، اینها آیارس هم اومد همه شونو گرفت و زندان اینها. بله کمی خانم دکتر زنوسی تعریف میکنه، میگه من بارها به اینها گفتم این کاری که شما میکنید درست نیست، و خانم دکتر زنوسی هم داخل همین چیز بوده، داخل همین سازمان بوده، بعد با IRS همکاری میکنه و این سازمانو قشنگ بهشون میگه که اینا آقا به آقای فلانی یه رسید میدن، یه پول میدن، یه رسید اینجا میگیرن، بعد میگن حالا بلیط هواپیما خریدی، بعد میگن بردیمش ترکیه اینقدر پول میچاشن، یعنی دلا و سلا حساب میکنه. حالا شما صحبت از تلویزیون کردید، من الان تلویزیون چرازمین رو نشون دادم، صفحه فیسبوک رو نشون دادم، دیدم چرازمین رو شما نوشتید چرازمین دو، به احتمال زیاد یه نفر اومده اسمت رو استفاده کرده یا اون چرازمین یک نتونستی دیگه ساینین کنی. الان کجا هستی؟ ویدیو با این گذاشت؟ من الان من به قول تو آفادرا بودم، آفادرا یه سال پیش درست دیگه منم تلویزیون دیگه، البته با آقای شجره صحبت کردم، اینا من قبول نمیپذیرن. این چرا؟ به اینکه میدونه که من حقیقت و حقایق میگم، اینا دنبال درد سر نیستن، اینا دنبال این نیستن که مثلا برشون مثلا اینا میدونی همه با هم یه نوع رابطه دارن، یعنی به هم نوع قرض میدن. درست دیگه آقای ایکس میاد میشه تو تلویزیون درباره فلانی صحبت میکنه، ولی شما هم میشه نگاه کنید ببینید تا کجا میرن جلو، تا اونجایی میرن جلو که یه خط قرمز داره خودشون دارن. من هیچ جا خط قرمز نداشتم، من هر چی بودم گفتم، حتی دوست من یه دفعه آقای مهبودی خیلی بهش احترام میذارم، هیچ وقت به من چیز نکرده، ولی یه بار بهش انتقاد کردم، گفتم آقای مهبودی ببینی شما در آمریکا وقتی که میخواید درباره مثلا اوباما کتابی بنویسین یا فیلمی بسازین، اگر از اون فیلم از اون کتاب استفاده مادی بردی، شما وظیفتونه که یک مقدار کمک کنید به اون بساب ارگنیزیشن آقای اوباما یا بوش. این چیه؟ تو میدید از اونها اطلاعات میگیرید، میرید کتاب خونه اش بنایید. اون آقای میبونی یا آقای سعید قانقانی، شما آمدین از فردوسی و از مولوی تیب زدی، خب این مولوی و این خیام و این فردوسی اینا ارثیه مردم ایرانه، این مال مردم ایرانه، شما به چی اجازه آمدین رفتین نوار زدین، سیدی زدین، استفاده خیلی کلونی هم بردین، ولی هیچ یک دلار هم به اون بزن نمیده، میگه آقا ما این پول میخوام بزنیم کنار در آینده برای مثلا برای فردوسی که بیشتر ما بتونیم دربارش کتاب چاپ کنیم و بیشتر معرفیش کنیم. نکردم. آیا این حق من نیست که بگم در تو فردوسی متعلق به من هم هست، آقای صوفی هم هست، درسته آقای صوفی؟ این نظر منه. یه پولی بدن مقبرهشو درست کنن، یه پولی بدن اونجا کتاب بزن. بله ببین آقای من یه پیشنهادی دارم، نه به شما، به دوستان بیننده. اولا اگه دوست داری شماره تلفن رو اعلام کن تا من اینجا به دوستان هم بگم. بله بله، تلفن من هست 503 267 503 کد اورگانه 267 0205. بسیار عالی. من هم حالا باز چی میکنم، اگه کسی هم خواست به من ایمیل بزنه میفرستم، بعد روز عکس و اینا کنم شماره رو میذارم. بذارید من یه پیشنهادی به دوستان بکنم، دوستان بیننده بشن بنده، اگر بعد از 37 سال و 20 سال تلویزیون های ایرانی از شنیدن قربونت برم
نمیدونم عزیزمی فلانی خسته شدی، زمین این که دیدی دستشون کردن توی جیبتون، کلاتون رو یا برداشتن یا یه کلایی گذاشتن سرتون، تماس بگیرید با آقای نادری نژاد، با منم کاری نداشته باشید. اگر میخواین به پناهجویان کمک کنید، بگید آقا من $100 $1000 $500 میخوام بدم به شما که این بال میری برای من این کار انجام بده. اینم داره رک میگه، میگه من پول هواپیما رو اینجوری از اون برمیدارم ولی باقیش رو از جیب خودم، چون با اونا میخورم همونجا میخوابم اینا. بعد یه پیشنهاد دیگه میکنم به دوستانی که مایلن افرادی مثل آقای نادری نژاد تحت فشار تلویزیون هایی که همه با هم دزدن و میخورن و میبرن، اون ماجرای شعر فریدون مشیری ماجرای گرگ آدم نشه، که گرگا همه با هم هست ماها تنها هستیم، بیاین حمایتش کنید تا ایشون یا برنامه بذاره از تلویزیون مردم یا تلویزیون خودش رو راه بندازه. قبل از شما هم من گفتم تلویزیون این روزا با $450 با $600 میتونه راه بندازه، هر روز بیاد بگه براتون آقا خانم بنیاد نوروز شما بگو ما این چند حقوق میگیری که من این گزارش رو اگه حتی با IRS خبر دادم آمدن اونجا، همین که طرف بگه، بگه نادری نژاد من مای $4,500 حقوق میگیرم، خیلی ها میرن دنبالش، خیلی از ایرانی ها هستن تو IRS هستن. در هر صورت دوستانی که کمک میکنید به شرکت هایی که میگن غیر انتفاعی، از تکستون میتونید کم کنید، هر آن هر لحظه باید اینها حسابشون یا روی اینترنت باشه بهتون نشون بدن، یا براتون فکس و نامه و تلفن بهتون بگن درآمدمون اینقدر بوده مخارجمون اینقدر بوده. باز یه بار دیگه شماره تلفن رو میگن، آقای محسن نادری نژاد برنامه های چرا زمینش روی یوتیوب هست، ببینید شمارش هست 503-267-3205، باهاش تماس بگیرید، بگید آقا من مازدارم من $900 مای $600 مای $300 مای $3 مای $30 بدم تا آقا نادری نژاد یه برنامه را بندازه. یه چیزی هم من با آقا نادری نژاد اینجا قول میدم که تلویزیون مردم صدای هیچ کس رو تا این روز خفه نکرده، به شما قول میدیم که صداتون رو خفه نکنیم، مگر اینکه خود بگی آقا من ندارم که حمایت کنم. اون موقع ما به دوستان میگیم آقا ایشون نداره ساعتی $20 ساعتی $50 خرج بده، اگه شما نمیان دیگه به ما نگید چه صداش خفه کردید. اگر دوستان میخوان افرادی مثل نادری نژاد توی رادیو تلویزیون ها باشن، باهاشون مستقیم تماس بگیرید، شاید اگه بهش $5,000 بدید بره برنامه از تلویزیون اندیشه و تلویزیون های دیگه بگیره، ولی اونا به اینا تلویزیون آقای رابط کن بگیرا. من حتی به چیز شجره گفتم که همیجری گفتم بود آقا من آدم $1,000 رو بدم برن بحانه. من میدرم اینا نمیدرم آقای استوری، من تو اینا زندگی کردم، من تو اینا غیر از این کار دیگه بلد نبودن، از این آزادی که در این مملکت هست دارن استفاده می کنن. اینا ببخش اینا اکثرا مغازه باز کردن آقا 30 ساله، اینا تلویزیون دارن، همون حرفایی که 30 سال پیش زدن دارن نشکار میکنن، همون حرفا، و هیچ وقتا نمیدن مشکلات جامعه رو اغلب اونجا که نتیستن عوض کنن، اغلب مشکلات جامعه رو بگن به مردم. آقا تو همین شهر یک نفر هست، ما به اسمش گوشتم محمود مشنگ، شوهر گوگوش اسمشم گوشتم محمود، نمیگه تیشر تا کلا برداشته، من گفتم مدرکم نشون دادم، مدرک نشون دادم. خب اینا ببخشید آقای، ببینید شما یه آب دیوان آب زلال زلال به زنجورتون یک دونه کاهی بیفته توش و آب آلوده میشه. اینا دارن اینا بودن جامعه رو آلوده کردن. آدمای خوبی هم هستن تو جامعه ما، آدمای خوبی هم هستن تو همین رسانه های مستر، تو از پزشکای مستر، ولی ما پزشک هم دیم تو زندان حالا. دقیقا. در صورت من ممنونم و میدونم که مشغول هستی، با هم صحبت میکنیم، امیدوارم تو این فاصلهی که این برنامه پخش میشه در بازبخش که پخش میشه، دوستانی که دنبال حقیقت و اون پیشه ژورنالیستی هستن با شما تماس بگیرن و یه طوری بشه که یه جایی هم ما داشته باشیم که یه نفر جرأت کنه بیاد حقیقت رو بگه. و بازم خوشحالم که خیلی وقت من صحبت میکنم فکر میکنم من مشهدی هستم، خیلی هم که مشهدی هستم من فکر میکنم شیرازی هستم، و من قبلا هم گفتم کسیه که وقتی آمده نرفته به قول معروف لهجهشو پنهان کنه و خیلی
شجاعت هم لازم نداره، این اعتماد به نفس لازم داره. شما اون اعتماد به نفس رو داشتی که خودت باشی و به مردم هم بگی هر سوالی میخوای از اون بپرسی. باورم من ببینیم با خدا، من اصلا هر وقت تلویزیون که رفتم در بخردم اصلا نگفتم آقا خدا هر چی دوستانی بپرس، چون چی یعنی یک رسانه چی که پنهان نباید داشته باشه. من چی که پنهان ندارم که بیرم من دیدم دیگه، خودم دیدم از پرسیدم که یکی آمده تو سوال از من نکن، نه او شعاله بکن این کار این آقای که نشون مصاحبه که مثل که شما میگه پلی اینجا تو آمریکا یا مصاحبه میگه مثلا پلی اقتصاددار یا میگه پلی همین ترامپ یا کلنتو، وقتی نمیگن آقا که چی سوال از من نکن، سوالا نوشته شده قبلا اصلا کلنتو یا اوباما نمیدن چی سوال میخواد ازشون بشه. بله تا الان چند بار اتفاق افتاده، همین آقای اندرسون کوپر از خانم هیلری کلینتون درباره همین انتخابات داشت سوال میکرد، هیلری کلینتون شروع کرد دفاع از مردم طبقه متوسط و اینها، گفت طبقه متوسط که شما صحبت میکنی شما ازش خبر داری، شما برای یه سخنرانی 675000 دلار پول گرفتی، اصلا خوش نمیاده بود مونده بود اونجا. در هر صورت ما منتظر هستیم که دوستانی حمایت کنن، امیدوارم که شما تلویزیون خودت رو یه تلویزیون لغمی اینترنتی مثل همین مردم تیوی داشته باشی که هر چی بخوای بگی، تا اون زمان امیدوارم اقلن بتونیم هفتگی دو هفتگی وقتی که در آمریکا هستی بیا یه گزارشی به صورت ویدیوی کارات هم من دیدم خیلی قشنگه باهات، من از میگم سال 2003 من شما رو توی چیز دیدم از قبلش من اولا گفتم دوست دارم کار واقعا من آقای حالا وقتیتم میدم کمه ممکنه، من 26 سال 1000 مایل رفتم 1000 مایل آمدم، من اوریگان زندگی میکردم، لس آنجلس کار میکردم، من از اینجا میرفتم اینجا یک هفته گرد بودم دوباره بر میگشتم میرم خونه. یادم این کاری میکنه میدین چرا بریدن بسید، من علاقه به کارم دارم، دوست دارم کارم، هنیزی نیمدم به تو پیتا فروشی داشته بشم بعد بیام رسانه چیز میکنم به خودم، من دوست دارم وزیفه این کار تعهد این کار رو میدونم. آقای نادری میگرد شما چون قبلا در تلویزیون آپولانا صحبت میکردید، دوستان از من میپرسن چی شد آقای فسار دلدار رفته تو شغلی که مثلا خانمش بیمه و اینا هست یا کار دیگه این؟ آقای فسار بود من دیده اول بنا بود که یک برنامه شو گسترش بده، رفت دنبالش در یک مثل که نشد، بعد هم یک تلویزیون رو بست و حالا هم به من اولین شماره شیدن حالا یه مجله ماهیانه زده، ماهی مجله به نام احمون آپادانا یه زیاد من دیگه آره دیگه ایشون هم که تلویزیون بست، بله بست ولی مجله میگه میرم مجله به نام مجله آپادانا. دوستم در برای حملاتی که به ایشون شده آخرین باری که من خبر دارم یک شاعر بزهکار معتادی هست، ماجراش گفتیم بله 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 من اسمش روشم مسعود لجن من آره دیگه مسعود لجن محمود مشک اینا واقعا دسته شده. حالا صحبت آقای تلویزیون مشیری شد، من یک روزی با آقای رضا معینی نم میشناسینش من توی رسول بودم، دیدم که آقای تلویزیون مشیری تو رستوران نشسته با همین دوست من چند نفر دیگه، من رفتم اونجا تا آقای مشیری چشون افتاد میشه برنامه من رو همونجا دارم، همونجا یک شعر برای شرازنین گفت برای من نوشت با خط خودش به من داد. بله بله خب اونم یه دفعه فرصت کنیم برامون نشون بدین. من شماره تلفن محسن نادری نژاد دوستان خدمتتون یه بار دیگه میگم، ایشون در اورگان زندگی میکنه و همون جوری که گفت من یادمه حتی رانندگی میکرد میرم اونجا میگفت میام حالا پشت در میمونم، این دوستانی که خونهشون اینجاست اینا سر موقع نمیان. واقعا اینجوری بود، باور کن من ببین من 750 مال حرکت میکردم یک ساعت دو ساعت جلوتر میرسیدم، رفتم تو اینجا توی باشگاه 24 hours a day همون میگرفتم میامدم میشستم، اینا دو مایل سه مایل دوشون دور بود نیم ساعت دیر میامدم. اون عشق و علاقه و پشنی هست که شما داشتید و دارید، امیدوارم دوستان این رو روشن نگه دارن و باشید. آقای خوبید سبه اونجا خدا من فقط دلم میخواد که مردم کمک آگهی به من بدن، کمک کنم که من بتونم یه تلویزیون مثل شما را بندازم که دوباره چون کار دوست دارم دوباره حقایق رو با مردم در میون بذارم، مدارکی دارم چه آرشیوی که دارم اینا رو به مردم نشون بدم که چه جور
آمدن اینجا گفتن که ما رفتیم برای پناهنده ها کنسرت مجانی گذاشتیم، ولی بعد که من تحریک کردم همین آقای زراب رضا زرابه گرفتنش. بله بله، آقای که زراب یا زراب رضا زرابی فکر کنم باشه که خانمش هم یکی از خواننده های آره. ترکیه این یک نفر به نام اسماعیل اینم حالا فامیش یاد رفته، اون این خواننده پول ارکستر و پول خودش میگرفته، ولی درسته پناهنده ها در روز هزار مثلا پناهنده مجانی رفته بودن دیده بودن، ولی عکسی که من دیدم دیدم خانمایی که اینا اونجا عکسی مثلا ولی اینا پناهنده نبودن، اینا نمیدونم چی بودن، ولی اینا آمده اینجا سی تلویزیون اعلام کردن بله ما رفتیم اینجا برای پناهنده ها کنسرت مجانی گذاشتیم، ولی پولش گرفته بودن، هم پول هتلشون گرفتن، پول هواپیماشون، پول خودشون و پول هتلشون. یعنی چیزی برای خودشون کریدیتای کاذب به وجود میارن. بسیار ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم صدا شنیدم. دوستان با آقای محسن نادری نژاد بودیم، چرا زنیم باش میتونید تماس بگیرید 503-267-3235. اگه مشکلی داشتید با من میتونید تماس بگیرید، من تا موقعی که تلویزیون خودتون را بیفته بهتون کمک میکنم، وقت میدم که اینجا بتونید هفتگی با دوستان باشید و این صدای پناهجویان رو به گوش بینندگان و شنوندگان برسونیم. خیلی عزیز مشکرم آقای استودیو، خیلی مشکرم لطفت واقعا، و امیدوارم که بتونیم در آینده هم همکاری کنیم هم افشاگری کنیم، دست شیده رو کنیم که به جامعه لطمه نزنه. ممنونم از شما، مرسی عزیز. خواهش. خب دوستان عزیز، با آقای نادری نژاد بودیم از اورگان و دیگه خودتون شنیدید به قول معروف آفتاب آمد دلیل آفتاب، این سازمانایی که ادعا میکنن و اینها. اتفاقا جمشید هفته پیش یه ایمیلی برای من نوشته بود که ببخشید من این تصویر رو عوض کنم، ایمیلی فرستاده بود، بذار من این رو هم اینجا درست کنم. امروز یکم ما هم های تک شدیم، هم آقای نادری نژاد رو داشتیم، دیگه خیلی هول شدیم. خب ببینید کسایی رو که وارد تو این کار شما وقتی دعوت میکنید یه مقدارش صحبت کردن اینها مشکل میشه. البته این آقای نادری نژاد اینقدر آدم راحتی و آدم خوبی و بیشیل پیله هست، آدم به اصطلاح این که دوستش رو دیده، داداشش رو دیده، و همین که تعارف از میون بره ما وضعون خوب میشه. بله درسته، پناهجو شما اگه براش بری کنسرت بذاری خوشحال میشه، همیشو کم کردی، ولی اگه شما درست میگی آقا خانم کنسرت رو یه جای دیگه بذار، یه پولی کمک کن که این بنده خدا میشه پناهجو بیاد لذت ببره از کنسرت، بعد بره رو زمین بخوابه، بره جایی بخوابه که آب بارون چکی کنه رو سرش، بره گرسنه بخوابه. خب میتونه نوارا رو گوش کنه این ورن، ولی پولشو بهشون بدید، مگر اینکه این کلاهبرداری هایی بوده که ایشون توضیح داده. خب میبینم که دوستان هنوز هستند و آقای رضوی عزیزم هست. آقای رضوی، دیدم این سازمان مجاهدین چندین نفر رو تهدید به مرگ کرده، شاید شما بخواید حتی یک کشیشی رو فرستادم برای دوستان در کانون آوا، اون رو هم به نام کشیش رضا، این کشیش ها هم کارشون خیلی جالبه، کشیش رضا، کشیش حسین، اینها تهدید به مرگ کرده، شاید شماها بخواید از اینا استفاده کنید که به دولت فرانسه بگید که سازمانی رو که در خودش جا داده یک سازمان تروریستی هست، و اگر از فرانسه میگه که من میخوام دست تروریست ها رو کوتاه کنم باید از اتاق خودش از خونه خودش شروع کنه. خب بازم ممنون و متشکرم دوستان، اگه لطف کنید و این برنامه زنده فیسبوک رو با دوستانتون شیر کنید، چون شما که اینجا هستید یعنی فیسبوک پیج دارید، و ضمناً همین الان توی این به اصطلاح توی این ویدیویی که داره پشت سر من نشون داده میشه، بذارید پشت سر منه یا جلو منه، دستمو که بیارم جلو منه چون دست من میره پشت من، پشت من داره راجع به این ماجرای کشتار سه تا پلیس و زخمی شدن سه تا پلیس توضیح میده. همونجوری که گفتم یه جوانی که 5 سال مارین، این کلمه مارین رو دنبالش میگشتم، مارین یه نیروی ویژه‌ای هست که امریکا
هست نمیتونن حتی توش دوام بیارن. یعنی شما هر چی میخواد از سربازی بگی که من سه ماه رفتم آموزشی پام تاول زد و اسلحه اینجور و تشنگی کشتم اینا، اون مارین وقتی میشی از اینا گذشته، این زحمات رو کشیده، استخدام شده، رفته عراق، رفته افغانستان، رفته بعد honorable discharge یعنی با احترام از اونجا آمده بیرون، مدرک هم گرفته، بعد که آمده از زنش جدا شده. اینی که اون روز گفتن 22 تا سرباز از جنگ رفته هر روز خودکشی میکنن و آقای جورج بوش احمد میاد تو مراسم پلیسا میرفته، برید ببینید، برید بزنید جورج بوش نمیدونم got crazy in police memorial چیز میبینید. یا شاید هم حالا اینجا نشون چون بدم دیگه آخر برنامه هست، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم، یا خودتون برید یکم خودتون کار کنید. همش لقمه ها حاضر، این اینکه بچه گنجشکا چی بهشون میگفتن؟ شیراز میگفتن تیله گنجش. مادره میرد یه چیزی رو میابرد میجاوید، اونا جش 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 میجاوید داخل دهنشون. اینقدر آدم نکنید آماده خور باشید. یک بار دیگه ممنونم از آقای هوشنگ همشهری. آقا هوشنگ پرسو چیه؟ هوشنگ همشهری عزیزم، بچه لب آب، درخت افرا و درواز شادوی ها، درواز شادوی و حیداده بیده. چه درختی بود اون درخت ها اونجا میبینید، اصلا چهار را بود این درخت ها همه رو کشونده بود. منتظر آقای سعید عباسی بودیم، آقای سعید ببخشید عباس سعیدی بودیم. اینجوری نمیشه، باید اگه من با آقای نادری نجات قرار گذاشتم 12 ظهر به وقت اورگان کالیفرنیا، دیدید ایشون قشنگ تکسار و فرستاد که ما بتونیم نشون بدیم، باید یه مقداری منضبط‌تر باشیم، اورگانایزتر باشیم تا بتونیم اون کار انجام بدیم. ولی هی من دنبال شما، دنبال شما، دنبال من میام ساعت 2 شب از سر کار میبینم پیام گذاشتی، بعد شما میگی قبلش به من زنگ بزن، قبل از برنامه زنده من 1000 تا شور تو کلر اسم خودم هم یادم نیست تا حالا زنگ بزنم به شما، زنگ بزن والا چی بگم، من حتی به مادرم بعد از برنامه زنگ میزنم. در حالی که قرار بذاریم برنامه بذاریم، امیدوارم کسی زنگ بزنه بگه آقا من حاضرم هفته 50 دلار، هفته 100 دلار، هفته 40 دلار بدم تا من امروز اتفاقا برای آقای سبا تبار نوشتم فیلمای میگیره میره توی منزل سالمندان، بیشتر منزل سالمندان و خانه سالمندان انجمنای که هست بیشتر کانادایی ها، و بهش گفتم این ویدیوها رو سعی کن تلویزیون مردم هم پخش کنی که مردم ایرانی بیننده ما یاد بگیرن، هی نگه آه کجا برم کمک کنم، من امروز اگه برم 200 دلار از دست میدم، هی مردشور این 200 دلار رو ببره، این همه پول برای چی میخوان؟ مگه چند سال قرار زندگی کنی و اونایی که خوردند و بردند و اینها به کجا رسیدن؟ همین آقای محمود قردانی که این آقا گفت، ایشون به من هنوز بدهکاره، مال آگهی هایی که 2 سال 3 سال پیش اتفاقا یه نفر پیغام گذاشته از ایران، آقای محمود قربانی ببین وقتی که پول بیلتو نمیدی در میری، بذار ببینم این دوستمون پیامش رو از ایران، خدایا شماره تلفن چند بود زنگ زده بود گذاشته بود، بعد اشتوق از آقای قربانی و اون برنامه‌ای که داشت چه خبر، بذارید شاید توی تودهی باشه، اجازه بدید. بله دوستان با هم این رو بشنوید. اول من متوجه نشدم، یه بار دیگه که گوش دادم شنیدم که ایشون از ایران تماس گرفته، با هم بشنوید. ببینید آقای محمود قربانی، شما میتونید آقای محمود قربانی باشید، میتونید پولتون رو ندید، کلاه این اونو بردارید، دروغ بگید 5 سال هی بیای بگی برنامه میذارم نذاری، بعد بشی محمود مشنگ. اون شاعر میتونه شاعر شعر تخت جمشید باشه، عزت و احترام داشته باشه، یا میتونه بیاد اینجا بره تو برنامه مجاهدا دوا بکشه، اسموک دیتکتور اینجا بوق بزنه، من بهش بگم تو برو اونو نجاتش بدیم بریم پلیس، که بیاد بگم بابا من اصلا سیگاری نیستم، این همجوری خودش علکی دیوانه شد، یا بری چاقو بزنی تو سر آقای نادری نژاد بهت بگن مسعود لجن. میخوای مسعود لجن باشی یا محمود مشنگ باشی یا محمود قربانی باشی مسعود امینی باشی؟ بفرمی. چه روز سلام بر سردی بزرگ حسین از ایران قربان مستان کلکتان خیلی از سایت لذت بردم،
یعنی خیلی وقت نگاه میکنم مردم فیگورا همه چی داره به وقتی چیزش رو برد میکنیم فیلم های روز حالا هرچی ولی کلن حالیه یه مشتربای مشاربات هم همه بیسته همه بیسته نه حالیه بیسته این آقای قربانی رو میشه کاش که یه وقتی دعوت کنیم بریم تا 24 که قرار بود آیدول دنیا رو معرفی کنی چی شد میشه خواهش کنم و بعد خیلی آقایی این آخری مطالعه تو آقای احمدی گوش کردن مشتر بود این اصلا کنم تموم که باز رزدش میکنم تلفنم مرسد نوید بله شماره شنم دادم خیلی تلفن درست با عشق با فامیل از کجا هستم شماره تلفنم اینه برای چی زنگ زدم اول وقتی گفتم قربانی باور کنید من اصلا دیگه یادم نبود یکی از دوستان نوشته جناب سرور شما خوش آیا محمود قربانی شوهر گوگوش بله شوهر قبلی گوگوش ماشاءالله خانم گوگوش اینقدر شوهر کرده شوهراشو باید شماره بذاره مثل این آقای ترامپ هست زن شماره یک زن شماره دو زن شماره سه خانم گوگوش هم شوهر شماره یک شوهر شماره دو شوهر صبح شماره سه حتی دو سه هفته پیش شایع شده بود که با آقای کی این شاعری که شاعر خوبی هست فرحی فکر کنم اگه اشتباه نکنم بنده خدا هم خانمش خودکشی کرد هم پسرش خودکشی کرد که با ایشون ازدواج کرده و گفته بودم نه در صورت حسین که از شمال ایران تماس گرفتیم ممنون و متشکرم آقای قربانی حتی به من گفت که میخواد در کشور مکزیک یه شهری درست کنه به نام تهران برای پناهنده ها بعد بهش گفتم آقا این شهر رو بکن به نام ایران چون تهران که داریم تهران جلس داریم تهران تو داریم همین تورنتو این شهر رو بذار به نام ایران حالا اگه میگی پناهجوها رو اونجا بگو آقا من احتیاج دارم در نفر بیان تو این رستوران کار کنم تو که اینقدر میای تو این برنامه ها درباره خواهر شاه صحبت میکنی که رفتی خونش شب نمیدونم گفته حالا همینجا بمون بعد دست کرده تو پر پاچت رو نمیدونم این چیزا یا گوگوش با بهروز وصولی اینجوری لاز دادن تو هتل اینا اینا رو بل کن اگر کاری ازت میاد بیاد انجام بده و الا شما دیگه برو مثل اونهای دیگه بازنشست بشو که از این محمود مشنگ بیای بیرون و بشی محمود قربانی کسی که اون موقع بوده ممنون از این دوست عزیزمون که از ایران لطف کرد و تماس گرفت و اما تصاویر و جزئیاتی شگفت انگیز از زندگی عامل جنایت نیست فرانسه من نمیدونم چرا این تیترا رو دوستان ایرانی دوست دارن نکه این آقای علی شیرازی نه ایشون هم از یه جای دیگه آورده بذارید اصلا بهتون نشون بدم شگفت انگیز من نمیفهمم این العربیه آقایی که آدم کشته چه چیزی شگفت انگیزه رفته کنار دریا با زن و بچهش و اینها عکس گرفته بعد ورزشکار جوون هیکلش رو نشون داده عکس گرفته از چه چیزی شگفت شما شگفت زده شدید اینو به من نادان بگید طرف میگه آقا من مسلمون که دنیا اومدم مسلمون نیستم ولی اگه تو فرانسه اینجوری به من ظلم میشه که میگن آقا این کشور فلانه خب اینم ظلم میشه پس میده دیگه بذارین این عکس فرانسه رو بهتون نشون بدم یه بار دیگه هم یه همچین کاریکاتوری رو به اصطلاح کشیده بودن بذارین ببینن این بله بفرمایید این عکس رو ببینید میگم یک عکس یک تصویر اندازه 1000 تا کلمه گویاست آقای اولان فرانسوا اولان داره بنزین میریزه روی سوریه حالا این بنزین با تانک و با اسلحه و با فرستادن مامور و با فرستادن پول و با فرستادن نیروها میشه هرچی ولی ببینید شعله ای که راه انداخته دود این شعله داره کجا میاد به صورت سازمان ISIS با یه خنجر دستش میزنه به قلب فرانسه یه روز پاریسه یه روز نیسه حالا باز ثبت کرد ببینیم امیدواریم دیگه نباشه این هم از این حالا که تو این صفحه هستیم یه چند تا عکس خوب هم بهتون بگم بله منظور فریدون فرندوز بود که شایع شده بود که دروغ بود ممنونم ببین این فیسبوک چه کاری کرد این دوستانی که مشکل پیدا کرده بودن با ما از موقعی که این ویندوز 10 و اینا آمده بود
الان آمدن و با ما همراه هستن. از این بابت بسیار خوشحالم. من دوستان آقای فریدون فرهندوز متاسفانه دو مصیبت بزرگ تو زندگی شکی پس از دیگری، اولش پسرش خودش انداخت پایین خودکشی کرد، بعد همسرش، و من چندین بار ایشون رو دیدم، آدم بسیار ولی دیگه اون کلمه رو استفاده کردم برای فرهیخته، دیگه ما میترسیم آره کلمه فرهیخته رو استفاده کنه. ببین آقای جمشید وقتی میگی اون کلمه رو استفاده نکن میریزی لغات رو به هم، اون وقتی ما نمیتونیم بگیم بابا این فرهندوز آدم فرهیخته فرهیخته هست، فرهیخته درست حسابی، شاعر هست، نویسنده هست، گوینده توانایی هست، اصلا صداش رو با اون شعرها با اون حرف که میزنه صداش صدای مثل ما من نفراشیده و نفراشیده نیست، هم تراشیده هست هم خراشیده. خب بیاییم بریم توی این اکسا که حالا هستیم. ممنونم از خواهر عزیز گرامی، این خودمونی شدن هم گاهی وقتی همین میگم خودم میگم نکنیم تا باز دست بردار نیستیم. این آقای اردوغان که میگن این چیز رو خودش راه انداخته کودتا، نمیدونم این عکس جدیده یا نه، گویا 85,000 تا یا 8500 تا مسجد ایشون هم درست این شاه. از اون ور میگه من پیشرفته هستم، از اون ور عقب افتاده تر از خودش خودشه. در زمان شاه برید ببینید چند تا مسجد درست شده و این مسجد ها یکی یکی پایگاه های عملیاتی و پایگاه ارتباطی آخوندی بود. کدام آخوند؟ آخوندهایی که در دفتر خانم فرح پهلوی کار میکردن، آخوندهایی که کلاس کتاب های درسی من و شما رو میبشن. مصاحبه کردم با دکتر منوچهر گنجی، میگه آقای سوربی بچه های ما کتاب های اون دیوانه کی بود، محمد رینگو و اون قفواری و آقای بهشتی، اینا هم نویسنده کتاب های درسی ما بودن. حالا دیگه عمق فاجعه رو ببینید. این نمیدونم الان بوده یا نه، داشتن اینو میگفتم مساجد در ماجرای کودتا آمدن بیرون و از این آقای اردوغان، شما اردوغان میدونید سیبیلش باعث شده بیاد تو کار سیاست، جوانی بوده میری یه جای کار میکنه بهش میگن سیبیل تو بزن، میاد اعتراض میکنه و میگه سیبیلمو نمیزنم اینا، منم تو ارتش یه دفعه قبل از دوره شاه گفتم آقا اینجا این عکسی که دادید گفتید اگر ریشتون تمیز و مرتب باشه میتونید ریش بذارید، شما به ما بیخود میگید ریش نذار، اون موقع ریش مد بود دیگه آخه. بعد خلاصه این آقای اردوغان هم در میافته با اونها و از اون شهر مثل میلاد و اینها دیگه، الان برید داستانشو بخونید. ولی این یک کپکی پرواز کرده نشسته رو سرش. میدونید که در داستانهای قدیم این هست که پرنده ای رو رها میکردن، اون میمده در جمعیت میچرخیده، یعنی نه صلاحیتی لازم بوده نه چیزی، قبل از اینکه بچه شاه باشی و بابات شاه باشه و نمیدونم یک شاهی رو کشته باشی، به این صورت یه پرنده ای رو رها میکردن روی دست هرکی، روی سر هرکی نشست اون میشد پادشاه. اینم حالا وقتی اومده خیلی خوشحال اونم لبخند میزنن، البته خیلی ها تو فیسبوک نوشته بودن که این پرنده آمده جایی رو پیدا کنه که اونجا فضله بندازه. اینم تفسیر چی؟ توافق نامه اتمی کهنه شده ولی چون سر سالش هست یک سالگیش، اجازه بدید این رو بگیم که بیمزم نیست، نوشته توافق نامه هسته‌ای امضا شد. یک، هر که بمب اتم بسازه خره. دو، هر که تحریم کنه خره. ظریف امضا کرد، کری هم امضا کرد، مغریش امضا کرد، اشتون هم امضا کرد، لطفا اطلاع رسانی کنید. چشم، این کار کردم. و اما یک آقای هست به نام، هنوز میگم هست، به نام آقای علی، دکتر علی طاهری، مدرک دکتراشو دوستان میگن که ایشون از این دکترهای افتخاری گرفته، مثل دکترهایی که به شاه دادن و دیگران. چی بود که بهش خواست بودن دکترا بده قبول نکرده بود؟ یادم بودا، حالا باید یادم بیاد بهتون بگم. در صورت آقای محمد علی طاهری از این چیزای حلقه فلسفه و عرفان و این چیزا هست که من اصلا ازشون نمیفهمم. دوستان خیلی زیادی تو تلویزیون مردم اومدن برنامه داشتن، اون خانم نیرومنش، خانم عادله رزجو، دوستمون آقای هادی و طرفداران زیادی داره و حکومت های دیکتاتوری میدونین هر کسی طرفدار داشته شما اصلا طرفدار زیاد ازش وحشت میکنه. محمد علی طاهری رو میگوی سالها گرفته و تا هم چندین با به اصطلاح خبر مرگش و اعدامش و اینا اعلام کردن ولی همین
ترین روز این رو برای من فرستادن که محمد علی طاهری روز گذشته 24 تیر ماه برای چند ساعت همراه با تدابیر شدید امنیتی به مرخصی آمد. البته بلا فاصله دوستمون گفت که نه این خبر هم دروغه، این عکس رو بهتون نشون دادن و اما این نوشته رو دوستمون آقای رضا نوشته، چهارشنبه ها آقای خدابنده دو میاد در موردش صحبت میکنه. ولی من یه بار سریع بخونم، اتفاقا رضا یه چیز دیگه هم تازه نوشته بود. جناب صوفی سپاس از زحمات شما، خدابنده دو، من با نقل ادیان مشکل ندارم. خب یکم به هم احترام بذاریم. ببینید آقای خدابنده رو شما که به من میگی جناب، به اونم بگو جناب خدابنده رو، به هم احترام بذاریم. من از شما یاد میگیرم به دیگران احترام بذارم. به هر کسی گفتم احمق میگم احمق فرشته. نقادی میتواند دین را مورد ارزیابی قرار دهد که به دانش هرمونتیک اشراف داشته باشد. نحوه یا نحوه نمیدونم اینا کوچیکه، منم چشان بلی بلی میده. در صورت این ویدیوی ما روی فیسبوک دیگه دو ساعت گذشت، قطع شد. دوستان فیسبوکی بستتونه وزارم فعلا ول کنیم، یه چند تا عکس دیگه بهتون نشون بدیم. نمیرسیم. دوستانی که طرفدار کوروش هستن و فکر میکنن کوروش رفت اونجا و همه جا هر جا رفته صلح و آرایش و آرامش برده، این نوشته رو یکی از دوستان برای من فرستاده، زنده سوزاندن مردم شهر نینوا، یادتونه نینوا شد به کجا شد فلان ها، در توسط کوروش. کوروش برای تصویر شهر نینوا روز عید که مردم در حال شادی بودن را انتخاب کرد. او به سپاهیانش گفت خانه های مردم قابل احترام هستند و پس مشعلها را روشن کنید و آنها را به آتش بکشید تا ساکنانشان در آتش بسوزند. آنان هر کس را که می دیدن می کشتند و سرش را می زدند، چون کوروش دستور داده بود. گزنفون میگن اینو گفته توی کوروشنامه چاپ ششم ترجمه مشایخی 1388 تا به صلاح صفحه 214 تا 216. دوستان بعضی وقتا گول این استنادهای اینجوری رو نکنید، چقدر اینو میمیسته که شما نرید بگید خب مستنده. اگر کسی این کوروشنامه چاپ ششم رو داره لطف کنه اینو نگاه کنه. فتیک مخصوصا خیلی اینا رو میخونه، اون موشنگ همشهری ما میخونه. دوستان عزیز، من در برنامه ها گفتم که امسال در سازمان مجاهدین خبری از آقای رجوی اصلا نبود، نه پیام دروغی، نه عکس خودش، نه عکس این و اون. در صورت آخرین خبری هم که بود این بود که اون آقا آمد گفت مرحوم رجوی، دوبارم گفت الانم آها رضا این خبر رو فرستاده که 4 سال بوده که آقای مسعود رجوی به بیماری اید مبتلا شده. این خب یه خبر بدیه برای اون خانم هایی هم که به زور آقای خانم مسعود رجوی گویا دعوت میکرده و شب برنامه های حمام نمیدونم رقص و نظافت و اینها بوده، اونها یا آزمایشی بکنن، چون بعض وقتا اون کسی که باهاشون بوده اگه اید داشته ممکنه اینها هم اون ویروس رو تو بدنشون داشته باشن. این هم از این. ولی عکس دیگه‌ای که جالبه از آقای مهدانم سوال کردم، گفتم آقا آیا به نظر شما این درسته؟ حتی اگر ببینید من میگم حتی اگر زندانیان اوین از گرد همایی بزرگ شما حمایت کرده باشن، شما وقتی عکس اون طرف رو میندازین اینو مینویسید، آیا دلیلی و اکسکیوزی عذری نمیدید به آخوند، به اون مأمور زندان که بره این بیچاره ها رو در زندان در بند اذیت کنه و استقبال زندانیان یا حمایت زندانیان از شما به چه دردتون میخوره؟ پاسخ نمیدن. دوستان عزیز میتونید ویدیوهای خودتون رو، نوشته های خودتون رو با $10 برای بیش از 8500 نفر که الان شده 8600 خورده ارسال کنید. من میفرستم اینجا میذارم ویدیوتون رو و خودتون میتونید شاهد باشید، ببینید چند نفر آمدن ویزیت کردن. یاد بگیرید تا پول خرج نکنید. گفتی بیمایه فطیر است، این رو بهتون نشون دادم، این رو هم اینجا نشون دادم. این دیوانه فراری شعبان بیمخ ناظر گرامیان، میگم اینا اگر انسان بودن، چون ما میگن اگه مرد بودن این توهین به خانم ها، اگه انسان بودن پای حرفشون وای میسادن. ببینید یه مشتی پیروپاتالی که حقوقای آنچنانی رو خوردند و بردند و دزدیدند، حالا هم آمدن اینجا. آها این چیزی بود که گفتم آقای رضا فرستاده و من میخونم. نوشته که
منابع رسانه‌ای، منابع رسانه‌ای دلیل مرگ مسعود رجوی سرکرده گروهک تروریستی مجاهد خلق را ابتلا به بیماری اید عنوان کرده. میگه منابع رسانه‌ای دلیل این. به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم به نقل از سایت پانوراما الشرق الاوسط، مسعود رجوی که به دلیل بی‌بندوباری اخلاقی در محافل غربی فردی شناخته می شده بود، به دلیل ابتلا به بیماری اید جان سپرد. این گزارش حاکی از دانشگاه آمریکایی در دانشگاه جان هاپکینز 4 سال قبل متوجه ابتلا رجوی به بیماری اید شدن. آخه دوست عزیز رضا، مگه این آمریکا آمده بوده؟ این جان هاپکینز بغل دست ماست اینجا، نه بغل خونم. البته ترک فیصل رئیس سازمان اطلاعات سعودی نخستین کسی بود که در جریان کنفرانس اخیر مجاهدین خلق در پاریس از مرگ مسعود رجوی پرده برداشت. بر اساس گزارش سازمان اطلاعات خارجی فرانسه، مسعود رجوی به ارتباط غیر اخلاقی با زنان اعتیاد پیدا کرده بود و با بسیاری از زنان سازمان مجاهدین خلق رابطه داشت. این سازمان که در دوران رژیم بعث به صورت خب اینا رو میدونید، اگه لطف کنید اون اسنادی که میگی برام بفرستی خوبه. این کارتون رو هم عکسش بود قشنگ بود، گفته خب شما اینقدر دنبالش میگردید بفرمایید، من پیداش کردم توی تابوت به صورت مرحوم تحویل داد. این را هم من اون روز نشون دادم، یه بار دیگه نشون میدم برای دوستانی که مثل آقای مسعود میرزا، این شاعر گرامی عزیز، میان و هی می نویسن اینجور اونجور. من میگم بابا بخونید ببینید سال 1343 شاه به هویدا دستور میده که آقا این قیمت ها که مردم مثلا کارگرا نمیتونن تحمل کنن اینا رو کنترل کنید. خب یعنی چی؟ یعنی قیمت ها قابله، یعنی بیرون از کنترل بوده، ولی اینایی که احمقن همون فرهیختگان میان این بالا میدیسن قابل توجه جوانان و نسل جدید، از این عنوان تبلیغ استفاده میکنن. نمیدونن که تازه دارن به ضرر خودشون کار میکنن. این هم از این ببخشید عکس دیگه ای که براتون دارم. آها، این آقای شهرام کی، اولا به من گفته بودن که این آقای شهرام کی پسر آقای محمود قربانی از یه همسر دیگه ای. از آقای محمود قربانی سوال کردم، تا امروز به من جواب ندادن. ولی وقتی شهرام کی مریض بود از لحاظ کلیه و اینها، آقای محمود قربانی میگه من خیلی کمک کردم و فلان اینها، و هم مثل یک فامیل صحبت میکرد. راست یا دروغ نمیدونم. ببینید آقای قربانی، شما وقتی به من دروغ میگی، وقتی به آقای نادری نژاد دروغ میگی، دیگه ما نمیدونیم راست میگی یا دروغ میگی. این عکس رو انداختن آقای شهرام کاشانی که اسم خود شهرام کی هست. من به خاطر ویدیوهایی که درست میکرد از هواپیما که سوار میشد 6 تا دختر نیمه لخ میمدن، اسمش رو گذاشتم شهرام کیکی. اونایی که اسپانیایی هستن میدونن یعنی چی، اونایی که نیستی بری کمی یاد بگیری. ولی خب جوان بود، بعد زن گرفت، بعد مریض شد به خاطر مشروب زیاد اینها. ولی این اصلش در ترکیه هست، میگن معتاد و بعضش بد و اینها. اینجا نوشته که واقعا چه بلایی بد برای این پسر آمد. او در حال حاضر در ترکیه در خیابانها آواره میباشد و به خاطر اعتیاد هزینه های زندگیش را از طریق مسافران ایرانی به ترکیه مسافرت میکنن میگذارن. کسی نیست کمکش کنه. خانواده پولدار پس چی شد؟ یه ویدیوی من ازشون دیدم، تو این ویدیو هم خیلی وضعش خراب بود. بعد هی میگفت که من نمیدونم خانواده‌ام پولداره و ما پولداریم و اینها. آقا اونایی که پولدارن همش میگن ما نداریم که به کسی کمک نکنن. دوستان هر از مدتی سرعت اینترنتتون امتحان کنید. یه وبسایتی هست speedtest.net، اون بهتون میگه این عدد پینگ خیلی مهمه، باید کم باشه. این دوتا هر چی زیادتر باشه بهتر. میبینید الان مال بعضی از شما این یکم نیست. ما اینجا چون پول میدیم برای بیزینس، پول زیادتری هم از اون میگیرن، اینا بالای 100 و برای اینکه بهمون گارانتی میفروشن، میبینید همیشه بالاتر از 100، برای اینکه میدونن اگه این کار نکنن ما برمیگردیم یقشون رو میگیریم. و این هفته نامه رو بهتون نشون میدم که توی هی نمیخواد برید تبلیغ مال ایران رو بفرستید و شماره دروغی بذارید و اینها. ببینید روزنامه یا نشریه هفته نامه فارسی زبان ایران ستار
چاپ تورنتو در کانادا در شماره اخیر خود که به مناسبت عید فطر از اعیاد اسلامی منتشر شده است، آگهی یک مؤسسه ارائه کننده خدمات صیغه را برای شهروندان کانادایی منتشر کرده که با واکنش‌های متعددی روبرو شده است. این خبر نخستین بار از سوی وبسایت اطلاع رسانی فلان افشا شد. خب حالا اینو داشته باشید دوستان، این دیگه کار اونایی رو که سالی یه بار بلند میشن، سالی دو بار بلند میشن، از اینجا میرن ایران و میان و به دیگران هم فخر میپوشن که آقا ایران خیلی آباد شده، بعد که میگی چی میگه آقا رفتیم عرب خوردیم تریا کشنیم اینجوری اونجوری. این کار اونا راحت کرده، گفته دیگه چنان بلند میشه میرید اونجا، این که سیغه داره خود چنان خونه داره و فلان اینا. یه نفر که این مجله رو میبینه یا هفته نامه رو میبینه یا مسئولینش رو برای من بنویسه کی هستن، اگر جرأت داشتن شامل داشتن این مصاحبه هم با اونها داشته باشین. این یه بار دیگه این صفحه CNN Live رو بهتون نشون میدم. Day One یعنی روز اول گرد همایی یا کانونشن یا چه میدونم کارنوال این جمهوری خواهان. و یادتون باشه دوستان، جمهوری خواهان به سرکردگی آبراهام لینکلن کسی هستن که مخالف بردهداری هستن، کسی بودن که مخالف بردهداری هستن، و همین دموکراتایی که امروز نتیجه شده خانم هیلری کلینتون کسانی بودن که در جیل روبروی اونها وایستده بودن و اینها موافق بردهداری بودن. بردهداری گذشت و رفت و باعث جنگ های داخلی شد و صدها هزار کشته به جا گذاشت، ولی آمریکا امروز میبینید با دست خودش داره خودش رو نابود میکنه. نظرتون رو درباره این به من بگید که چی هست، این کار رو انجام بدیم بذاریم یا نذاریم، یا فقط روزای مهم بذاریم که اگر یه بریکینگ نیوزی باشه. ولی خب من بهتون گفتم یادم میره بعضی وقتا نگاه کنم. ساعت 4:11 دقیقه 411 یا 411 شماره تلفن مرکز اطلاعات آمریکاست. تو ایران یادتون 08 بود، حالا نمیدونم یه جای دیگه. در صورت کی دیگه به زنگ میزنه تلفن، با تلفنت میزنی شماره تلفن فلان جا، آدرس فلان جا، ساعت کارش همه رو بهتون میده و میگه. اگر از برنامه امروز خوشتون اومد، مدیون هستید چی بگیم که حمایت کنید تلویزیون مردم رو. اگه باور دارید تلویزیون ما وابسته است به یک جایی، از اونجا حقوق میگیره، شما چقدر احمقید که تلویزیون وابسته رو نگاه میکنید. اگه باور دارید که وابسته نیست، خب حمایت کنید. دوستانی که حمایت میکردید به هر دلیلی، کردیت کارتتون عوض شده، بانکتون عوض شده، سقف بانکتون پایین ریخته، هر چیزی، که یه کاری کنید که این حمایت دوباره انجام بشه و این بلندگو رو برای افراد مثل آقای نادری نژاد باز بذارید. یه بار دیگه شماره تلفن محسن نادری نژاد رو بهتون میگم، 503-267-0205. اتفاقا یه دوستی داشتیم، یه بانوی از این منطقه اورگان زنگ میزدن، ایشون هم خبری ازش نداریم. خب دوستان، نظرتون داد درباره این برنامه هم میتونید بنویسید، میتونید تلفن بزنید. تو رو به جدتون وقتی زنگ میزنید نمیخواد بگی آی سوربی گوشی رو بردار اگه اونجا هستی، من اینجا نیستم. اگر زنگ میزنید نمیخواد بگی من زنگ زدم با خودتون صحبت کنم، حالا که خودتون نیستید بعدن که خودتون اومدید به من زنگ بزنید. میخواید ساعت 2 صبح بهتون زنگ بزنم؟ نکنید این کار. مثل یه انسان قرن 21 از این وسائل، از دردسراش رنج میبرین، از محاسنش استفاده کنید. زنگ بزنید بگید سوربی توی برنامه این کلمه رو اشتباه گفتیم، درستش این میشه، پیامتون رو فرق میکنه. زنگ بزنید مثل این دوستمون از ایران بگید آقای قربانی، آخه مرد حسابی 70 سالت هم فکر کنم بیشتره، چرا میای به مردم دروغ میگی؟ چرا میای جوانا رو اصلا اینا رو جمع میکنی اطلاعات برای چی؟ یه نفر محسن نادری‌نژاد بره دنبال این مشنگ بگولن ببینه که چرا این به خانما به دخترا میگه عکساتون بفرستید ویدیوهاتون بفرستید من مسابقه میذارم. میدونید اینجا توی آمریکا یه سازمانی رو گرفتن که مرده به خانمای جوان میگفته بیاین من میخوام هنرپیشتون کنم و خب حالا نمیدونم بدنتون نشون بده و فلان اینها. اون بیچاره هم هر کاری میگفته میکردن به این امید که این فیلمشون رو ببره تو هالیوود و فلان اینها. بعدا پلیس گره گوه اصلا این مردی که از اتاقش بیرون اون ورتر کسی رو نمیشنست، هالیوود چیه؟ در هر صورت آقای قربانی شما چرا این کار کردید؟
چرا گفتید ما فستیوال میذاریم؟ چرا گفتید ما شهر نمیدونم تهران درست میکنیم که مگزیب مردم رو میاریم، پناهجوها رو میاریم؟ این همه اگر دروغ نبوده بیان بگید کی کجا. دوستان خسته شدم، ممنونم از آقای نادرنژاد که آمد یه 30 دقیقه اقلا ایشون صحبت کرد. ولی ببینید وقتی که سوربی از سال 2003 میگه کار مخفی خرابه، به خاطر این ماجراهایی هست که آقای نادرنژاد هم از قبل میگفته، ولی این جمله رو سوربی درست کرد، کارمون خیلی خرابه. روز روزگار بر شما عزیزان خوش. چهارشنبه با شما خواهیم بود، از ساعت 2 برنامه رو شروع میکنیم، ساعت 3 با آقای یزدان خداوندلو هستیم، ساعت 5 با آقای پرویز مینویی از تگزاس هستیم. اگر آقای سعیدی این برنامه رو بعداً دید خواست جمعه ساعت 3 برنامه بذاره، 20 دقیقه تا نیم ساعت بیشتر نمیتونم، چون ساعت 4 برنامه آقای حسن ارشاد هست از ایران. بیشتر از این اطلاعات میخوان برید کلش رو بکنید تو کامپیوتر، از گوگل همه اطلاعات رو بگیرید. ممنونم. روز روزگار بر شما دوستان خوب، دشمنان دانا، مخالفان خوب هم خوش. مرسی.